یکی دیگر هم میزنیم. باز استارت ریکوردینگ. دوستان عزیز با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. جمعه است 23 اکتبر 2020 و برابر با 2 آبان ماه 1399. ماه آبان نگو بلا بگو. 4 آبان تولد آقای شاه که مرده، 9 آبان تولد رضا پهلوی که با مرده هیچ تفاوتی نداره، 7 آبان تولد کوروش کبیر که اصلا کوروش آقا قبرش هم اونجا دروغیه. اگه کوروش زرتشتی بوده، زرتشتی ها که قبر نداشتن. آخه من نمیدونم، ما مغز نداریم؟ زرتشتی ها قبر نداشتن، ما ایرانی ها مغز نداریم. جنازه رو میبرد، من خودم رو یزد رفتم روی اون کوهی که جنازه ها رو میبردن میذاشتن و میذارن نمیدونم عقاب و پرنده های دیگه بیان نوش جان کنن. در هر صورت ماه آبان گویا قرار بود یک برنامه ای هم برای این بیچاره همشهری ما آقای نوید افکاری بذارن که بعد دیدم نوشتن به خاطر بازی فوتبال، گوش کنید دوستانا، به خاطر بازی فوتبال و بارندگی فوتبال و بارندگی شدید برنامه منتفی شد. اینه اپوزیسیون ما، اینه برنامه هاشون. درست اینه وضو و یه بادی که از یکی خارج میشه، نمازش باطل میشه و وضوش باطل میشه، اینا هم برنامه هاشون اینجوری متاسفانه. و میگه که خواستم اذیت کنم. آقای مبصری قربونت برم، ما آدمایی رو داریم که مریض هستن ما رو اذیت میکنن. ما زیاران چشم یاری داشتیم، ما دنبال دوست میگردیم، دنبال یکی که بگی سوربی جان دفعه دیگه لازم نیست تو یوتیوب رو لایو بفرسی، مردم تیوی رو لایو بفرسی، فیسبوک صفحه خودت رو لایو بفرسی، فیسبوک مردم تیوی رو لایو بفرسی، فیسبوک مردم تیوی گروپ رو لایو بفرسی. شما یه دونه بفرست، من مبصری تکثیرش میکنم، من سعید این کارو میکنه، ممنونم ازش، تکثیرش میکنم و الی آخر. ما دوستان به همون یاد ندادن همکاری، کارهای داوطلبانه، کارهای مجانی. بذارید من همین اول کار، چون میدونم که آقای خسرو بهرامی منتظر هست صدای نازنین و زیبای خودش رو بشنوه. نمیدونم والا، دیانا ایران دوست میگه سلام صدا نیست، You are on مردم تیوی ناو، خیلی ممنون سعید جان. دیگران میگن صدا نیست، بذارید من ببینم خودم اینجا صدا دارم یا ندارم، چون من نه این دوستان، ولی بعضی وقتا بعضی دوستان اذیت میکنن. این شد قبر نداشتن. آخه من نمیدونم، ما اینم صدا. دوست عزیز مشکل شما یه جاییه. این روزا برنامه های ویدیویی برای که کسی سر کار و اینها استفاده که میکنه اذیت نشه، صداشو باز نمیکنن. شما وقتی زدی یه بار دیگه باید روش کلیک کنی، نه رو میکروفونا، میکروفون بازه، رو صفحه‌ای که داری میبینی تا صدا بیاد. من نمیدونم این جوونها که حالا دیگه جوون هم نیستن، اونام دیگه الان 40 سالشونه، مرض دارن، هی هر روز یه انگولکی به این برنامه‌ها میکنن. ساوند والیوم از لو. بذارید همینا من یه نگاه کنم ببینم این چه مرضشه، چون کامپیوتر رو مجبور شدم خاموش رو روشن کنم. ممکنه این لولش، بله لول رفته حسابی پایین. الان چی شد؟ خوب شد؟ مرسی، ممنونم. این یکی، یه میکروفون دیگه هم داریم برای بچه های اونور، اینم صده. اینم یه مرض دیگه است، هر وقت کامپیوتر رو ریستارت میکنیم این میکروفونی که جدیده و با USBه میبرتش رو صفر. حالا ببینم صدا چی شد. مرض نداریم؟ زرتشتی ها قبل خاموش روشن کنم، ممکنه این لیولش، این صدا رو بکن، لیول رفته حسابی پایین. الان چی شد؟ خوب شد؟ اوکی. مرسی، ممنونم. گفت همه بکنن یاری تا سوربی بکنه تلویزیون داری. دوستان عزیز اگه برنامه ها رو پی میگیرید و برنامه هفته قبل من رو نگاه کرده باشید، اونجا ما پیام آقای خسرو بهرامی رو پخش کردیم کامل بدون هیچ قطع و وصل. ایشون بازم شاکیه
که آقا من بعدش دوباره یه پیام گذاشتم 2 دقیقه و 90 ثانیه. دوست عزیز، 2 دقیقه و 90 ثانیه میشه 3 دقیقه و نیم. اصلا پیامگیر ما امکان بیشتر از 3 دقیقه پیام، یعنی رو 2:59 قطع میکنه. بعدم کسی نمیگه 2 دقیقه و 90 ثانیه، میگن مثلا 3 دقیقه و 30 ثانیه. بگذاریم. آقا یک ضرب المثلی هست، یک کسی سعی جان ریشهشو پیدا کنه برای من. الان چی آقای اکبری از آلمان زیبا؟ دست شما درد نکنه، صدا خوب شد. خیلی ممنون آقای فرهاد زمانیان، کسی که از ایران پول میده این برنامه ها رو نگاه میکنه. خیلی ها میره شارژ میخره، شارژ خوبم میخره، که اگه ما تو فیسبوک هم یه مشکلی داریم از یوتیوب تماشا میکنه. به غیر از این برای ما پوستر درست میکنه، فلایر درست میکنه برای کانون آوا. من به نوبه خودم از ایشون ممنونم. اگه تو مدرسه به ما یاد داده بودن روزای جمعه برین کوچه‌تون رو تمیز کنید، منتظر فراش و سپور وای نمیسادیم. سپور بیچاره‌ای که یه گاری بهش داده بودن شهرداری. آقای اکبری خدا شاهد، من هر وقت این سپور رو میدیدم اصلا اشکم در میومد. این بیچاره مجبور بود یه مشتی حلبی بذاره این ور اونور این گاری، یه مشتی مقوا بذاره این ور اونور که بتونه بیشتر آشغال بار بزنه که به اصطلاح کمتر برو بیاد. اون وقت کوچه ها آسفالت که نبود، کوچه سنگلوهی. این بیچاره یه پیرمردی هم بود، من اصلا قیافش یادمه، چشماش هم همیشه زیر چشمش اینجوری دوتا پاکت، دوتا افتادگی قرمز بود، نمیدونم از بیخوابی بود اینها. چقدر این دولت مردا ظلم کردن، هم دوره شاه هم دوره شیخ. بی خود نیست که مردم میگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. برگردیم با آقای بهرامی و این ضرب المثل یکی پیدا کنه برای من بفرسته. خیلی ممنون دیانا. ایران دوست، ایران دوست یا ایران دوست هستید؟ اگه ایران دوست هستید باید دو تا او بذارید، یا او یو بذارید، یا از اون بهتر یه دونه یو بذارید، همون اوی به اصطلاح آلمانی. ضرب المثلی هست میگه آقا یا خانم، خر ما از کرگی دم نداشت. بلکه آقای بهرامی راضی بشه شرایط ما رو بفهمه. آقا بنده در این محل به خاطر کرونا مخصوصا هیچ کس رو نمیخوام بیاد بشینه اینجا، من به اون مرض بدم اون به من مرض بده. مثل این میمونه که شما که مغازه و فروشگاه سنگ فروشی داری، من بگم تمام سنگاتو بار بزن بیار اینجا، من میخوام یه سنگ انقدی بخرم برای روی میزی. آقا خب این خارج از عقله. ترامپ به اون ترامپیش وقتی مریض شد گفتن آقا نه، یا پلان زد برنامه دیبیت یا مناظره رو کنسل کردم. دفعه قبل وحشی بازی در آورد، دیشب میکروفونا رو قطع میکردن که دو بار بیشتر نتونست وحشی بازی در بیاره. آقای بهرامی شما وقتی میخوای بری بازی کنی، نگاه میکنی میبینی بسکت دارن بازی میکنن، اگه دوست داری میای بسکت بازی میکنی. نمیتونی به اونا بگی من فوتبالیست تیم تاج بودم میخوام اینجا فوتبال بازی کنم. اصلا اونا میگن انگاهی متوجه نیست. و آقا شما به من میگی من چجوری به آقای انصاری حرف بزنم، چجوری به آقای نیساری حرف نزنم. خب قربونت برم، اصلا من اینجا دیگه چه کار هستم؟ شما که میخوای بیای بشینی اینجا، بیا بشین برنامه رو خودت اجرا کن. آقا جون، آقای خسرو بهرامی عزیز و گرامی، دوست نازنین، خر من از کرگی دم نداشته. اصلا شما از امروز فکر کن تلویزیون مردم وجود نداره، یه تلویزیون دیگه پیدا کن باشون تماس بگی. تو نیویورک این همه دوستان کلیمی تلویزیون دارن، برو اونجا بشین صحبت کن. و من نمیدونم، شما تلویزیون ها رو جدی نگیرین. من بارها بهتون گفتم تلویزیون قرار نیست کسی رو آزاد کنه، تلویزیون قرار نیست شق القمر کنه، شاخ قول رو بشکنه. تلویزیون موقعی که هیچ کاری نداریم میایم تلویزیون تماشا میکنیم. شما امروز اگر یه نفر زنگ زده بود قرار بود بری آپارتمانش سنگ مرمر کنی، نمی نشستی اینجا.
دلیلی هم که شماها نمیاین هر هفته یه برنامه سر ساعت بذارین برای اینه که مثل من خل و احمق نیستید، مثل من نیستید که بگی آقا من پول ساختم بسمه. من جنریشن یا نسل اولی خانواده‌ام هم که از ایران اومدم آمریکا بسمه، من خونه اجاره‌ای زندگی میکنم، لازم نیست خونه داشته باشم، خونه بزرگ داشتم، بچه هم بزرگ شدن رفتن، گفتم دیگه چه کار دارم، اومدم یه جایی نشستم، یه خونه نقلی اجاره کردم نشستم. ایتالیایی، ایرلندی هنوز بعد از چهار نسل خونه اجاره‌ای، ایرانی میاد قصر میسازه، این قصر میسازه اون برای خیابون قصر میسازه، کیپ اپ وید جونز، چشم چشی. در اصل باز برگردیم به آقای بهرامی، من صمیمانه به قول آمریکایی‌ها، ما میگیم از صمیم قلب، اینا میگن از ته قلبمون، از ته قلبم از شما ممنونم، متشکرم. سالها بیننده برنامه ما بودی، تا جایی که به اصطلاح تونستی کمک کردی، حمایت کردی، از اون بابت بیشتر ممنونم. ولی عزیز من، شما باید ببینی امروز من بسکت بازی میکنم یا فوتبال بازی میکنم. اگر دوست داری بی بسکت بازی کن، بسکت هم اینه. آقا بنده امروز با آقای ماسالی میخوام در مریلند صحبت کنم، ساعت 3 قرار گذاشتم. آقای ماسالی هم یکی از اونایی که همیشه میگه من دوست دارم بیام هم شما رو ببینم هم اینجوری یه حالت دیگه ای داره. راست میگه، میدونم برنامه که شما بیای بشینی اینجا، اصلا ما ضرب المثل داریم که بوسه یا میگن به پیغام نمیشه یا میگن بوسه که پیغام نمیشه. یعنی شما نمیتونی به یکی بگی برو فلانی رو ببوس از طرف من، باید ببینی طرف رو در رو ببوسیش. ولی من شما که نمیخوای همدیگر ببوسیم، این امکانات الان فراهم شده، زوم هست، اسکایپ هست، تلفن هست. بنده امروز با اردبیل ایران تماس گرفتم و برید ببینید ویدیوی آقای فرهاد ربیعی، پسر آقای تراب ربیعی فکر کنم، بله اتفاقا کاغذش اینجا هست، که اسیر فرقه رجوی است. بنده خدا چقدر مشکل داشتن با این تلفن، با اون لپتاپ، این اینترنتش کار نمیکرد، اون سافتورش کار نمیکرد، با زحمت وصل کردن. و من و شما که اینجا اینو میگیریم دستمون، میتونیم بزنیم یه چیزی هم مثل این بخریم بذاریم زیرش، اینجوری بذاریم زیرش وایست برنامه بذاریم. من اون روز اینو پیدا نمیکردم دوستان. بعض وقتا از اون به اصطلاح فکر خودتون استفاده کنید. اینجا یه چوب لباسی مال چیا برداشتم، مال لباس که از خوشرویی میگیری، این چوب لباسی اینجوری درست کردم گذاشتم روش. بیا این تلفن دیگه نمیخواد کسی نگهش داره، میذاری رو میز، از این وری هم میشه بذاری نگهش میداره. حالا این خیلی لعم و لوچه است، اینجوری میذاری نگاه میکنی. شما که اینجا این وسیله رو داری، هر هفته به من میگی که نه من میام اونجا. آقا من اینجا نمیتونم پذیرای کسی باشم. خیلی ممنون، متشکرم. پیام دیروزتونم به این دلیل که نصیحت منو شما گوش ندادی، یه چیزی بنویسی آقا راجع به سازمان ملل، راجع به ایران، راجع به دلار، راجع به کشته شدن این را، همش به من گفتی به آقای انصاری فوش بدم، همش به من گفتی به آقای نیساری. آقای نیساری شما خودت هم اعتراض کردی که آقای نیساری این کارهایی که شما میکنی بی برنامه است، بی هدفه. اون وقت من که به ایشون میگم آقا پدر بنده، شما میگید بریم ماشینای نفتکش و بارکش و اینا رو بیاریم آتیش بزنیم، خب پدر بنده یکی از اینا بود. نام پدر برات ربیعی، نه تراب. آخه من یه دوستی دارم اسمش ابو ترابه، اینجا بهش میگیم راب، بعد این تو مغز من بود، ببخشید. ممنونم، بله برات ربیعی، خیلی ممنون. به خاطر همین تا گفتم تراب متوجه شدم که این نیست، ولی من تا سعیدو دارم غم ندارم. خیلی ممنون، متشکرم. خدا کاش که 10-12 تا مثل سعید به ما میداد، البته کمه. فضائل عزیزان میگه که درود به اردبیل. خب برو اون برنامه رو نگاه کن. اتفاقا مادر این آقای برات ربیعی، اینجا بنویسم که یادم نره، برات ربیعی به زبان آذری صحبت کرد. منی که زبان آذری نمیفهمم اینجا نشسته بودم زار زار گریه میکردم و دوستان از روی اینترنت فیسبوک هم می‌نوشتن که همین آه و
به اصطلاح نفرین این مادران هست که صدام رو اونجوری از دنیا برد، رجبی رو یا مرحوم و یا مفقود کرده و به زودی اینا چیزشون برداشته میشه. در صورت ممنون و متشکرم. آقای زمانیان رو از اونجا نوشتن برات ربیعی، دوست خیلی خوب من آقای بیژن جعفری که به خاطر این ببین آقا شاهد از غیب، آفتاب آمد دلیل آفتاب. این آقای بیژن جعفری خونش اون ور خیابونه، من این ورم اون ور خیابونه، محل کارشم مریلنده، نیم ساعت با من فاصله داره. آقا از قبل از کرونا تا امروز بنده ایشون رو ندیدم. اون وقت آقای خسرو بهرامی میخواد از نیویورک مرکز این کرونا بلند شه برای من سوغات بیاره کرونا بشینیم اینجا که میخوایم چه کار کنیم، چه پیام مهمی هست که تو تلفن نمیشه، باید شما اینجا باشی و شما باید دست اینجوری کنی آتش حمله تا حمله کنن. آقا کوتاه بیا، میخوای بگی سازمان ملل بوده اینجوری، خب بیا بگو دیگه. ولی این که هر وقت بیکار شدی بیای بشینی برنامه رو نگاه کنی عصبانی بشی، آقا چرا سربی اینجوری حرف میزنه؟ برای که من شما نیستم، شما من نیستی، هر کسی از ما، هر کسی یه رنگی از دیوانگی برای خودش گرفته. شما بارها شده فکر میکنی که اگر شما جای فلانی بودی این کارو بهتر انجام میدادی، ولی باور کنید اون داره بهترین سعیشو میکنه و برای اون بهترینه. برگردیم به بیژن جعفری عزیز. Follow your way and do not let anyone stop you. دمت گرم، دمت گرم. میگه آقا شما کار خودت انجام بده، راه خودت برو و اجازه نده هیچ کسی استاپت کنه، هیچ کسی دست انداز جلو ده. This is the beauty of this country. No one could and should intimate. Intimate یعنی یک آدم رو ناراحت کنن که آدم پشیمون بشه از کار خودش فلان اینها یا تأثیر بد بذاره. من خودم اردبیلی هستم. خب برو این آقای ربیعی و اینها رو ویدیوشون نگاه کن. الان فکر کنم کانون آوا گذاشته، روی فیسبوک هم هست ولی الان نریا. آقای عزیزان بیا بگو ببینیم از آقای جمشید شارمهد چه خبر. آقا این ویدیویی که شما پخش کردی، این آقای جمشید شارمهد 300 هزار دلار پول آخونده رو خورده، آبم کرده روش. خب آقا پول خونشه، چجوریه که سربی بلند نمیشه از اینجا بره سوئیس روی کوههای آلپ همشهری خودش آقای فرهاد پارسی رو ببینه، بچه خرومه شیراز، ولی این نادان بلند شده از اینجا توی زمان کرونا رفته هندوستان، رفته دبی، رفته این ور، رفته اون ور، نشستن فیلم پر کردن، صحنه سازی کردن. آقا تو خون بریز اینجای من، عکس بگیر که کشتیمش. اونم برای چه رژیمی؟ رژیم آخوندی که میره در خونه فلانی، طباطبایی اینجاست، برادرش اینجا بود تا چند مدت پیش، شاهرخ طباطبایی، برید بزنید برادرش رو، به عنوان پستچی رفتن در خونهش کشتنش. خب آقا شما که میدونید این رژیم اینجوریه، اینجوری میخواین باهاش در بیفتین؟ هفته پیش دیدید تو فرانسه یه نفر آمده کار، یه معلم تاریخ، اگه معلم چیزی دیگه بود من میگفتم خب نمیدونه، ولی معلم تاریخ که تاریخ رو ندونه، عملکرد دیکتاتورا رو ندونه و نشناسه، واقعا باید ورش دارن بفرستنش بره یه جای دیگه. آمده سر کلاس به بچه‌ها اون کارتون حضرت محمدی رو که چند مدت پیش توی فرانسه 4-5 نفر تو اون دفتر شابدو بود چی بود کشته شدن نشون داده. به هر کدوم از دوستان میگم، میگه نه آقا مگه من دیوانه ام همچین کاری بکنم؟ آدم که با خودشو با این متعصبای دیوانه در نمیندازه. تنها کسی که گفت که بله آقای فلاح بود، دوست خوبمون، صاحب فروشگاه مشحسن در استرلینگ که نونش نمونه نداره، گفت که نه من این کار، گفتم خب شما شجاع هستی، ببخشید این کلمه شجاع، اتفاقا تو برنامه قبلیمون صحبت شد، طرف آقای فرهاد ربیعی گفت که چون اینا زبانشون آذریه وقتی میخواست چی کنه، گفت پدر من ترسوه، منظورش این بود که محافظه کاره، فکر میکنه. ببینید دوستان، شجاع بودن رو با بیعقل بودن اشتباه نگیریم.
شجاعت این نیست که من وقتی میبینم چراغ سبز اینا دارن میان و برای من قرمزه برم تو خیابون، این بیعقلیه. آقا بنده دبیرم، میخوام حتی اینو بگم به مردم، به دانش آموزا میگم که یه همچین اتفاقی افتاد. این روزا که همه اینترنت دارن میرن نگاه میکنن، آخه بدبخت جون تو سر صحرا پیدا کردی که یه بچه یه دیگه ای از چچن بیاد سرتو ببره. میگن اصلا سرشو جدا کرده از بدن، سرشو ببره. خب تو چه کردی؟ حالا دو روزم این آگهی بده، دو روزم اون تو فیسبوک بنویسه، اینم لایک بزنه، اونم اشک بریزه. چه اتفاقی افتاد در جامعه چچن؟ چه اتفاقی افتاد در جامعه حزب اللهی؟ پیشرفت کردن؟ شما این عکس سر کلاس درس نشون دادی، را بچه ها پدر مادرشون راضی بودن که این عکس رو ببینن، عکس نمیدونم حضرت محمد که فلانش اینجوریه. آخه من نمیدونم ما به کجا رسیدیم. یه چیز دیگه ای من دیروز گذاشتم راجع به چین داره میگه. اولا خیلی ها تا نگاه کردن متوجه نشدن این ویدیوه، این یک نمودار ساده نیست. نوشتن خب شکر خدا که ایران رفت بیرون. آقا ایران من چه کار دارم؟ این ماجرای چین و آمریکاست که نشون میده چجوری چین دنیا رو گرفت. الان بهتون نشون میدم. خب حالا که فیسبوک درست شده قرار نبود عصبانی بشی یا راست میگی به خدا. چهار هفته پدر سوختا، درست سپتامبر 21 تا دیروز که زدم شروع شد، یعنی 30 روز هرچی هم ما نوشته بودیم چی نبود. بله مهدی امین را هم در تورنتو نوشتید اینجوری با شفا بر. من نمیدونم چی نوشتید اینجوری، این چیه؟ شفا با کشتن، با شفا با کشتن، نمیدونم چیه. ولی دیدم عکسش رو، بیچاره یه عکسی هم داره که پرچم ایران و شیر خورشید دستشه و حالا باید وایسیم ببینیم ماجراهاش چیه. از این که ایران، رژیم ایران، what happened؟ این چی بود؟ دیگه از این ورور میاد دیگه. مهدی امین را در تورنتو با چاقو کشته. آها ایشون داشته فارسی مینوشته، تایپ چیزش روی انگلیسی بوده، به اصطلاح ستینگش روی انگلیسی بوده و اونجوری نوشته با چاقو کشتن. شما میدونید که این فرخزاد حتی کشته شدنش، اون آقای بختیار کشته شدنش، همه اینها به غیر از اینکه همون اول کار گفتن آقا آخوندا اینا رو فرستادن کشتن، دو سه تا ماجرا پشتشه. یکی این که آقای بختیار که پسرش رئیس پلیس اون منطقه بوده، دو تا آجان در خونش نیذاشتن. خب میدونید یه کمی آدم باید فکر کنه. این یک. دوم این که اون کسی که بختیار رو کشت اصلا فامیل نزدیکش بوده، از همین دوستان لورو نمیدونم همزبان خودشون بودن. آقای فریدون فرخزاد، میدونید شما اینجا وقتی باز حرف تو حرف اومد، حتما یه فیلمی رو ببینید تو ایران، یه سریال دارن درست میکنن، جدیدم هست چون میبینم ماسک زدن و راجع به کرونا و اینام هست. این اسمش هست ایران داکیومنتری، مستند ایران، از توی دادگاه. یه آدم بسیار نایس، ریلکس، منطقی، یه دکتر روانشناس نشسته اونجا، میگه این برنامه رو از اداره پلیس تهران بزرگ برای شما تهیه میکنیم، دوز و آدم کش و اینا رو بدون که صورتاشون رو نشون بده و اینا، که برای من همیشه مسئله است. آقا اینی که گرفتید نشسته اونجا تعریف میکنه چجوری زنشو با چاقو کش، بعدم بچهشو فرستاد اونجا برای شکلات خرید و فلان، این دیگه چرا نشون نمیدید؟ میترسید این فردا بخواد برای تلویزیون مردم کار کنه، ما بشناسیم حقوقشو کم بدیم؟ این یکم مسخره است. ولی توی قانون هست که افراد تا دادگاه نرن بیگناه هستن تا دادگاه حکم گناهکاریشونو بده. خب این ماجرای فرخزاد دارم این میگم، توی دادگاه وقتی یه نفر، توی پلیس و اینا وقتی یه نفر کشته میشه، در خونش نشکسته، پنجرش نشکسته، طرف که اومده میبینن که هیچ اثری از زد و خورد و دعوا و اینا نیست. مثل که مثلا من دوست سعیدم، زنگ میزنم سعید جان من دارم میام،
نه راجم نیست بیای فرودگاه، من با اوبر میام اونجا، آدرسشم میگیرم، میرم در میزنم سلام و روبوسی و اینا میریم، همچین که سعید بنده خدا میره برای من چای درست کنه، این سربی نامرد با قمه میره از پشت گردنش میبره. پلیس که میاد نگاه میکنه میفهمه دزدی در کار نبوده، طرف میشناخته اون رو. آقا بقال سر کوچه فرخزاد میگه این اومد هندونه و پنیر و اینا خرید، گفت دوستام دارن میان خونه. اون وقت آقای فرخزاد دوستای عجیب غریبی داشت. برید مصاحبه آقای دکتر گنجی رو نگاه کنید، میگه این از ما پول میگرفت، اون وقت از اون ور با آخوندا بود و میخواست بره مادرش رو ببینه. کارمون خیلی خرابه. حالا این بنده خدا، حالا آقای مهدی امین کشته شده، ما نمیتونیم بگیم امیدواریم حتما آخوندا کشته باشنش، خدا میدونه چه خبره. طرف پول بدهکار بوده، طرف کارش اومده زدتش، یکی چشش کور شده، یکیش پاش کور شده، شل شده، یکیش ماشینش شکسته، میگه مامورای جمهوری اسلامی. خب آقا هستن اینجوری، شما چه احمقی هستین خودتون رو به این سادگی دست اینا میدی؟ حالا فردا نزنن ما رو شل کور کنن، ما تا میان بگیم همه میخندیم، میگی گفتیم آقا بفرمایید. اینم اینجوری شد، مهدی امین را با چاقو ساری سوربی جون، ایت واز ا گرامیکال میستیک، آی منت Do not let anyone intimidate you. نه آقا، بنده 22 ساله دارم این کار انجام میدم و دیگه اگه میخواستم بیدی باشم که به این باور کنید، اگه دوباره دنیا بیام اصلا این کارها رو انجام نمیدم. برعکس خیلی ها که میگن ما صد بار دیگه هم دنیا بیام همین کارها رو انجام بیدیم چون زندگی خیلی موفقی داشتم رو راضی هستم. نه خیر آقا، بنده اشتباه کردم، اولین کاری که میکنم تو رادیو تلویزیون ایرانی نمیام. و اگه من رفته بودم از فیلم برداری، از هر غلطی کرده بودم به یه جای رسیده بودم، حالا امروز چی هستم؟ شما نگاه کنید برنامه های تلویزیون ایرانی رو، تا یه کلمه میگی مخالف اونه، خانمه اومده فوش خوار مادر، شما 57 میگمش آخه ببخشید دیگه یکم خودمونی افزنیم، بهش میگم آخه جند خانم لگوری 57 که شاهد ترسو تو، شاهد چمدان به دست فرار کرد، من مأمور حکومت نظامی تو شهر خودمون بودم، بدترین سیچویشن، بدترین موقعیت. اون وقت توی کثافت که به جای عکس خودت عکس یک نمیدونم شیر خابیده رو میذاری، یک موش وایساده رو میذاری، به من توهین میکنی. ولی توهین تهمت اینا رو که نمیشه جلوش گرفت. و الی آخر، من مثلا این آقای پیروز محبی رو فکر میکردم، هم چون تو کار تئاتر بوده، هم تو کار رادیو بوده، هم اینجا تو کار تلویزیون بوده، یه آدم منطقیه. آقا تو آمریکا هر کسی آزاد نظر خودش رو داشته باشه، رأی خودش رو داشته باشه. شما فکر میکنید که شق القمر کردید، طرفدار ترامپ شدید، همه چیز رو شما میدونید. ترامپی که تازه گندش بالا اومد، حسابای مخفی داره تو چین، مالیات نداده، میگه نه من مالیاتمو زود دادم، اون 750 مابقیش بوده. پدر سوخته، اگه حساب کتاب تو اینقدر دقیقه چرا همینا رو میکنی؟ میگه برای که آدیت دارم میشم. آدیت یعنی دارن بازرسی میکنن، نگاه میکنن، نمیدونم چی بگن بهش، به ایرانی ما نمیدونم چی بگم. طرف میگه آقا اصلا IRS کاری به آدیت نداره، شما فرمی که خودت پر کردی بفرست برای مردم. بایدن مال 22 سالشو فرستاده، در صورتی که شما وقتی میخوای بری حتی وام بگیری مال 2 سال ازت میخوان، مال 3 سال ازت میخوان، خیلی سخت گیر باشن مال 5 سال. بایدن آقا مال 22 سالشو فرستاده و این مردک 4 ساله میگه حالا میاد نشونتون میدم. البته دیشب باز میگن این مناظره، میگن برندش ترامپ بود ولی بایدن جنگ رو برد، یعنی این جنگی که حالا درگیر هست و اینا خیلی نزدیکن. البته به این نظرخواهی ها، به این پول، به این درصد اینجا اینقدر خیلی دل نبندید که میگذره و میره. امروز با آقای دکتر حسن ماسالی خواهیم بود ساعت 3 بعد از ظهر، همونجور که هفته پیش بهتون گفتم و فیلمشون رو نشون دادم و طی هفته هم بود، هر اتفاقی افتاده بعد از علی جوانمردی بپرسید. آقا خدا پدر مادر تو بیامرزه. این آقای زمانیان میگه ببخشید این مادر فلانا نمیدونم همه جا هستن، هر اتفاقی میفته اصلا زیر لاف اون پایین خوابیده، بی خود نه، اینا انقدر گوست پیچن، از بس گوست تو سرشون خورده، از اون نوری زاده که خامنه ای با خانمش تو اتاق بوده، اینم میگه دیشب خامنه ای به خانمش اینو گفت. آقا خجالت بکشید بیاد بگید من این اخبار صبح دیدم، به درستی و غلطیشم باور ندارم.
نه یکتون یه ژورنالیست یک خبرنگار دارید، نه یکتون یک گزارشگر دارید. والا این اختر نیوز خیلی وضعش بهتره، یه بنده خدایی رو بیکارگی آورده میره پارلمان اروپا میشینه 6 7 دقیقه ریپورت تهیه میکنه، 6 نفر 7 نفرم از امروز تا فردا میرن تماشا میکنن. وضع اختر نیوز خانم اختر قاسمی از تمام این تلویزیون‌ها بهتره، تلویزیون نمیدونم ایران اینترنشنال، تلویزیون من و تو، تلویزیون اینا که دیگه ویدیوهای مردم رو نشون میدن اصلا نمیدونه کجاست، اونا هم اینا رو سر کار میذارن. آقا یه فیلمی نشون میده از رو فیلم ایرانی فیلم گرفته، میگه نگاه کن آقا سر این بچه رو بریدن، بعد معلوم میشه آقا مثلا مال فیلم نمیدونم قیصر بوده، مال فیلم بله. خیلی ممنون دوستان، نمیدونم والا. خب حالا گفتیم چه کار کنیم، یه باشگاه فیلم را بندازیم که به این صورت باشه، یه فیلمی رو معرفی کنیم، هفته آینده شما اگه رفتید دیدید نظراتتون رو بگین، بعد قبل از این که ما نظرات رو هم پخش کنیم برای که دیگران که ندیدن حالشون رو نگیریم، نگیم ای آرتیستش مرد، آقا اون زنه نرسید به اون، آقا اون خیانت کرد فلان، اینجا بهش میگن که به اصطلاح فیلم رو خراب نکن. گفتیم میگیم که آقا مثلا امروز ما این فیلم رو که دیدیم حالا میخوام درباره صحبت کنیم، هر کی ندیده و میخواد بعدن گوش کنه بره بعدن به اصطلاح این فیلم، حالا دیگه دنبال صحبتهای ما گوش ندید. یه فیلمی هست به نام خجالت نکش و یه شعاری هست Yes we can، ما میتوانیم. گویا تو ایرانم این حالا یا احمدی نژاد، روحانی، خاتمی، هر کی میخواد انتخاب بشه این شعارا رو میدن دیگه، شعار شعاره، کسی هم که پول ازشون نمیگیره، ما میتوانیم. این فیلم به شما نشون میده چه کسایی مردم ایران هستن. هی نگید 99 درصد ایران رضا پهلوی رو میخوان، من میگم شما کجا بودی، میگه آقا جات خالی رفتم تهران، آقا عجب جیگرای خوردم، رفتم در بند زرده بندم دونم فلان، عجب خوراک خوردم. میگم خب شما میگی 99 درصد ایران، من فکر کردم الان رفتی کویر لوت، فکر کردم رفتی بندر گناوه، نمیدونم رفتی بندر فلان، رفتی فلان شیراز، رفتی نه آقا دیگه خب میدونم دیگه همه فامیلای ما طرفدار رضا پهلوی هن. میگم خب اگه تو اینو میگی و باور داری بی برو گوش اینو بگی، بگو مردک چه نشستی اینجا ببینیم ایران. امروز دوست ما آقای دکتر رامین اعتبار همشهریمونه، آقای اکبری بچه یه خیابون نادر حریت یادته، ماشینای لادا میفروخ اونجاست، دکتر دندون پزشک اینا نمیدونم، نوشته بود تهران تبریز شلوغه. نوشتم آقا بی بریم چه نشستی تو ایران، وقتی جنگ بود میگفت پاوه جنگ نشستن ننگه، طرف با موتورگازی رفته بود پلیس را جلوش گرفته بود گفته بود آقا موتورگازی تو جاده، گفته بود میخوام برم پاوه. اینجوری میرفتن آقای رامین اعتبار، رفتن کشته شدن، گولشون زدن کشته شدن، یک متر مربع از این خاک رو ندادن تو 8 سال، زمانی که این دوتا پهلوی تو زمان صلح و آرامش اون داد گفت پدر و مادرش خان کرم بود بداد از چپ و راست، داد و رفت، بعدم گفت بحرین رو شوهر دادیم، تو برو ننت رو شوهر بده، حالا رضا شاه رو فرستادن جوهانسبرگ نمیدونم یا فلان، مادرت بدون شوهره برو برای ننت شوهر پیدا کن، بحرین شوهر میدی؟ اینجوریه. حالا ملت هم نشستن تو ایران میگن آقا اصلا این آخوندها امشب یه مرضی اومد ویروس آخوندکش، همشون مردن. این آقای تاجرزاده برید ویدیوشو نگاه کنید، میگه آقا من مخالف دولتم، دولت انداخته اینو زندان، میگه ولی کی جانشینشه. بعد از اون ور میگن اینایی هست که به شما میگن آلترناتیو کیه، اینا مزدورن، اینا مزدورن. میگم خب آقا میخوای چیکار، میریم اول میریزیم آتیش میزنیم بعدن فکرش میکنیم. آقا طرف تو این خونه نشسته بارون میاد درو میبنده گرمشه، یه بخاری روشن میکنه 5 نفر گرمشونه، تو میگی با بولدوزر اول میام اینو خراب میکنم بعدن شاید برات بسازیم، شاید نفر بعدی اومد گفت آقا اینجا باید بشه خیابون، فعلا این توی خونه خرابه نشسته. دلار دیروز شده بود 24,000 تومان. این ماجرای دلار باور کنین من شاخ در میارم،
آقا بنده خودم تو آلمان دلار می‌خریدم، دلار می‌فروختم. ولی به کی می‌خریدم، به کی می‌فروختم؟ از آلمانی که نمی‌خریدم هی برم با آلمانی بفروشم. مسافر ایرانی آمده بود، پول ایرانی همراهش بود، بهش مارک دلار میدادیم، پول ایرانیشو میگرفتیم. نفر بعدی از هتل، مسافرخونه، پانسیون وحید میخواست بره ایران، دلار مارکشو میگرفتیم، بهش پول ایرانی میدادیم. یه نرخ هم داشتیم صبح تا صبح، ما که عکس نمیگرفتیم از چیزی، مینوشتیم بانک امروز مارک مثلا اینقدر میخره اینقدر میفروشه، ما وسطش با شما رو دست بانک ها بزرگ بلند شدیم. ولی آقا تو ایران طرف رفته احمق کلیهشو فروخته، رفته دلار خریده، اینو باید بگیرن یک کلیه دیگه‌ش هم در بیارن بدن به محتاج. آقا دلار خریدی که چه کار کنی؟ تو فرودگاه کار میکنی؟ صرافی داری؟ دلار طرف میخواد بره خارج درس بخونه میاد از تو میخره؟ بله. ولی هر کی نشسته کنار خیابون دلار میشماره و فلان، بعد میگه آقا من اینو گرون خریدم نمیفروشم ارزون. خب بذار تا زیر پاش بشین روش سبز بشه یا تخ کنه. بابا ملت روانی بودیم، روانی تر شدیم. البته بعضی از دوستان باور دارن که ما ملت فرهنگی و آریایی تا شب یا 21 بهمن 57 22 بهمن این کلید رو زدن همه چی خاموش شد، مثل دست نماز با گوز باطل شد رفت، یه دفعه شدیم بی فرهنگ بی پدر مادر. اینجوری که نمیشه بابا، 57 سال عمر دو تا جنریشنه، 57 سال دو تا پادشاه یه مملکتی رو نتونستن آموزش و پرورش بدن. هی دل مردم رو خوش کردن تو مدرک داری، این لیسانس داری، اون فلان داره، همین الان داره ادامه پیدا میکنه. امروز هم این آخونده نقطه ضعف مردم رو گیر آوردن، دانشگاه آزاد رفسنجانی بیا پول بده مدرک بهت میدیم، بعد مدرک که میگیری انتظارت هم میره بالا، دیگه حاضر نیستی راننده تاکسی باشی، دیگه حاضر نیستی تاکسی بار رانندگی کنی، دیگه حاضر نیستی بری فراش بشی، دیگه حاضر نیستی بری نونوا بشی، دیگه حاضر نیستی بری بغل دست بابات کار کنی. من آقا میز میخوام، یه سکرترم میخوام خوشگل، که از خونه که میام این سکرتره. خب مهدی امین را هم در بله ممنون متشکرم. من دو جا دارم اینا رو میبینم و ببینیم که چه میشود چه باید کرد. و اما فیلمی که به شما میگم فیلم خجالت نکش، این هنرپیشه هست که تو فیلم پایتخت بوده، به نظر من هنرپیشه خوبیه و خوب میتونه نقشای متفاوت بازی کنه. این نقش روستایی رو بازی میکنه که دولت میگه بچه دار نشین، اینم به خانمش میگه بابا ما باید وطن پرست باشیم، چیه ای بچه درست میکنیم؟ بعد یکی دیگه میاد میگه آقا بچه درست کنید، بچه درست میکنن. یادتونه شاه فرزند کمتر آسایش بیشتر، و خودش مرده که 5 تا بچه با شناسنامه داشت، چند تا بچه بی شناسنامه این ور اون ور پول میدادن که بزرگ بشه صداش در نیاد، ما نمیدونیم. یکی نبود به این بگه آقا مردک این لوله آب ببند. البته بعضی ها میگن همش هم مال خودش نبوده. خب فیلم خجالت بکش رو ببینید. و یه فیلم دیگه ای هست، اگه حوصله گریه کردن و اشک ریختن دارین، یعنی دلتون تنگه، بشینید زار زار گریه کنید. نمیدونم، شاید من اون روز یه کمی افسرده بودم، این فیلم رو دیدم، فیلم آقای شهاب حسینی حوض نقاش. این دو فیلم برای هفته آینده، از الان تا جمعه هفته آینده این دو فیلم رو تماشا کنید، ببینید در ایران چه میگذره، در دهات ایران چه میگذره. فیلم اولی خیلی خنده‌داره، کمدی طنز، طنز دوستان زندگی رو وقتی به صورت جوک به من و شما میگن میخندیم و حقیقتا داریم از خودمون میخندیم، ولی خب خوبه از خودمون میخندیم، با هم میخندیم. من فیلم 5 ستاره را دیدم، فقط برای من خاطره هتل هما را زنده کرد که در پروازهای خارجی از شیراز یک شب در این هتل از مسافران پذیرایی میکردند و فردا صبح با ماشین میبردن فرودگاه. من دو بار در سالهای 1975-1979 در این هتل خوابیدم. در ضمن سلسله مراتب در هتلها وحشتناک است و هر کس میخواهد زیر پای دیگری را بروفد یا جارو کند. آقای همایون مبصری هم تلگرافی نوشتن جناب سوربی، حالا بقیهش تو راه میاد. ببین آقای اکبری،
من وقتی این هتل هما رو دیدم تعجب کردم که هتل هما به اصطلاح اعتراض نکرده با ساخت این فیلم، یکی اون ماجرای دزدی، یکی ماجرای همین رفتار کارمندا و کارگرا به هم دیگه، ولی حتما یه داستانی پشتشه. البته هتل هما میدونید که دولتیه، همون قسمتی از هواپیما، اصلا هما هواپیمای ملی ایران هما میشه، اون هست. و به نظر من فیلم قشنگی بود و این فیلم قابل دیدنه. باز راجع به اینم چیزی نمیگیم، اگه دوست داشتید هفته دیگه پیغامی بذارید، من توی اون پیغام به اصطلاح پیغام شما رو پخش میکنم. ولی اولش میگیم که آقا میخوایم راجع به فیلم پنج ستاره و فیلم خجالت نکش و فیلم حوض نقاشی صحبت کنیم. و اون فیلمی هم که بهتون میگم پلیسی و اینها هست، من تازگی دیدم، ولی وقتی نگاه میکنم 3 تا 4 تاشو نگاه میکنم. آقایی که زنش رو کشته میگه به خاطر که دوستش داشتم، به خاطر بچه‌ام کشتمش. روانشناسه میگه خب به خاطر بچه‌ها کشتی، حالا بچه‌ها وضعیت بهتری دارن، میگه نه. یا اون یکی دیگه میگه دزدی کردم، الان تازگی رفتم دزدی. خانمه میگه من بچه تو کوچه وایساده بود، بهش گفتم پدر مادرت خونه هستن؟ گفت نه، رفتیم تو خونه و گفتم پولاتو بده. بچه میگه این زنگ زده، با آیفونمون نگاه کردیم، نگاه کردم گفته مامانت خونه هست؟ گفته نه. درو باز کردم اومده بالا، من زده، طلا و جواهر و پول و اینا رو برشته رفته. بعد خانمه با پررویی میگه من اینا رو بردم که کمک کنم به این و اون، چون وضع خودمون خوبه. یعنی این خانم، حالا یا حاتم تائیه یا اون یکی دیگه چیه، بنهور، نه ببخشید این کیه که اینجاست، رابین هوده یا علی بابا و 42 بغداده، میره از ثروتمندا میدزده به فقیر و فقرا میده. این آقای روانشناس بهش میگه خب تو فکر نکردی که از پولی که خودت داری به مردم کمک کنی؟ آقا ملت دیوانه هستیم، روانی هستیم، بی خود نیست. سرانجاممون شده این مرده که روحانی اینقدر دروغ میگه. ولی چقدر خوشحالم، این همه ما منتظر بودیم اسلحه بخریم بذاریم سر سفره. اون دیوانه گفت سر سفره هاتون نفت میارم. طرف گفت آقا من که نفت تو سفره نمیخوام، من نون تو سفره میخوام، بنزین و نفت تو بخاری و ماشینه. اوکی؟ اون احمدی نژاد بود. این یکی از اون دیوانه تره، میگه من تبریک میگم به مردم، دیگه ما از یک شنبه میتونستیم، از هفته گذشته میتونیم اسلحه بخریم، اسلحه بفروشیم. یه پیشنهادی دارم، اینایی که دلار خریدن الان رو دستشون مونده، برن آقا باهاش اسلحه بخرن بیارن تو کوچه بفروشن. خب ما ملتی که میریم دلار میخریم نمیدونیم برای چی میخریم، بعدش هم سرکارمون میفته به اسلحه خریدن و اسلحه فروختن. نخندید، خود من اینجوری شده بود، میرفتم طرف میگه آقا من این سینی رو آوردم میخواستم بفروشم، ولی حالا دیگه اینجا کسی نمیخره. میگفتم یادته روز اول بهت گفتم بدش به من 50 مارک، شما گفتی نه آقا به من گفتن 500 مارک، حالا چند میفروشی؟ گفت همون 50 مارک. گفتم نه، حالا میخرم 25 مارک. این سینی های هست با ماشین پرس میکنن، همه هم فکر میکنن اینا قلم زدن. اون اصفهانی هم بلده، یه انقدر قیر گذاشته، پاشم گذاشته این ور اون ورش، یه دونه سینی هم گذاشته، همچین که میبینه یه مشتری از اون ور میاد، این قلمو میگیره دستش، چکش هم میگیره دستش، تق 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 دو تا نقطه میزنن. ولی همه اینا پرسه. حالا پرس یا هر چی تو خونه خودمون که میزنیم خب یه چیزیه، ولی مسافر بلند میشه اینو میکشه از ایران میاره، روز اول تو فرودگاه رفته تحویل گرفته بغل ساکش. شما، من فرانکفورت بودم آقای اکبر، میرفتیم اینا که میمدن، خب کار نداشتیم که، دلار مارک میخریم میفروشیم و چیزی میگفتیم، چی میگن، خاویار میخریم میفروشیم. طرف روز اول که من میگم نه آقا خاویار من گفتن 1000 مارک، میگفتیم خب ببرید شاید اونا درست میگن. ما میخریدیم مثلا 200 مارک، میفروختیم 250 مارک، اون یکی دیگه میخرید از ما 250 مارک، میرفت میفروخت 400 مارک. یا آقای دکتری بود میگفتن 1000 مارک و اینا. خب آقا من مشتری اونو ندارم، من آلمانی مثل اون بلد نیستم، بمانم. ولی ملت عجیب و غریبی هستیم. حالا یه پیغامم آمده از یه نفر از شماره تلفن 202، اینو من با اجازهتون پخش نمیکنم، گوشم نمیدم، بعد از برنامه گوش میدم. من اینجا یه کلاهی دارم، وقتی میخوام با این ماوس کار کنم برای که تاق تاق نکنه میندازم رو سرش،
مثل اون وقتا بود میخواستیم گنجش بگیریم یه پارچه مینداختیم بیچاره این گنجشگاه، یه کم نون خورد میکردیم میریختیم، چند تاشون که میمد یه چادر مادرمون اینجوری پرت میکردیم روشون، یه دوتاشونو میگرفتیم حالا یا سرشونو میکندیم کباب میکردیم یا سیگاریشون میکردیم، به خاطر اونا خودمونم سیگاری میشدیم. بعد میرفتیم فردا ما هنوز از مدرسه نیومدیم این گنجشگاه اونجا جیک جیک میکردن معتاد به سیگار. این سیگاریایی که میگن آقا نمیدونم من معتاد نیستم برای تفنن برای تفریح، آقا برو گول خودت بزن. خب داستان اولین فرار شجاعانه و موفقیت آمیز اعلی حضرت از زبان همسرش، این رو من براتون میخونم. داستان اولین فرار شجاعانه و موفقیت آمیز اعلی حضرت از زبان همسرش ثریا اسفندیاری بختیاری، دومین همسر ما. وقتی ما میگیم اسفندیار بختیاری، دوستای ما خب میدونید مادر من قشقایی مال طرفای مرودشت و اینجاست، اینا فکر میکنن بله ثریا هم بز میذاشته رو کولش. بابا برید ببینید بابای ثریا خلیل چیز بوده اسفندیاری، برید ببینید کی بوده تو آلمان، اصلا پولدار از شاه وضعش بهتر بوده، بعد یه آدم دماغ چی بالایی با هیچ کس رفت آمد نمی کنه اومده شده اون، بعدم نساخته رفته پدر و مادر ایرانی ها رو در آوردن به این پول میدادن ماهیانه، آخرم پولاشو داد به برادرش و گربه و اینها، بعدم نفله شد رفت. یعنی خیلی فکر نکنید اینجوریه، من میتونم بگم شاید فوزیه برای ایرانی ها دلسوزتر بوده تا خانم ثریا اسفندیاری. بله ثریا اسفندیاری بختیاری دومین همسر محمد رضا پهلوی، ماشاءالله انقدر همسر گرفته باید شماره میذاشتن 1 2 3 ABC اینجوری. بختیاری دومین همسر محمد رضا پهلوی درباره روزهای دلهوره و نگرانی در فرار از ایران چنین میگوید: ما به منطقه کلاردشت نزدیک رامسر پرواز کردیم. مسافرت ما ظاهرا طبیعی و برای فرار از گرمای طاقت فرسای تهران بود. چند تن از دوستان نزدیکمان هم با ما بودند و در کلاردشت به ما پیوستند، ولی هیچ کدام از آنها از صدور فرمان برکناری مصدق و انتصاب سلشکر زاهدی از جانشینی وی اطلاع نداشتند. اخبار تهران و سایر پیام ها و گزارش ها را از طریق فرستنده هایی که در کاخ سعدآباد نصب شده بود دریافت می کردیم. از طریق همین فرستنده ها مطلع شدیم که مصدق کال رفراندوم برای انحلال مجلس را به انجام رسانده و مدعی شده. پس رفراندوم گرفته مصدق، علکی خودش نرفته مجلس رو منحل کنه. در اصل مصدق هم اشتباهات زیادی داشته که اگر امروز به اونم بگن مثل سوربی که میگه آقا من اصلا انقدر اشتباه کردم غلط کردم که نگو و نپرس، اونم لابد همینو میگه. ولی میگه که اخبار و اینها و رفراندوم و انحلال مجلس را و مدعی شده است که بیش از 99% آراء مردم را به دست آورده. اینایی که میگن 99% آراء مردم، باید بگن 99% اونایی که میتونن رای بدن یا آمدن رای بدن. شما برید همین تلویزیون BBC و وایس آف امریکا و اینا رو نگاه کنید، میگه 80% گفتن فلان، زیرش دقت کنید میبینید 18 نفر کلن رای داده. 18 نفر 80%ش میشه چقدر؟ بگید دیگه 8 تا 18 تا من میدونم 4 تا 15 نفر میشه 80% این، یا 8 تا 18 تا، حالا چرا ما به 18 تا رو گفتیم، بگیم 20 تا که راحت بشه، 80% 20 تا میشه 16 نفر. ولی این 80% شما فکر کنید 80% 80 میلیونه، کارمون خرابه. یاد نگرفتیم که قشنگ بنویسیم چند نفر شرکت کردن، چند نفر منظورشون اینه، چند نفر اونه. تو رای گیری هم ما میخوایم دروغ بگیم، اجحاف کنیم، زور بزنیم. خب 6 دقیقه دیگه میریم سراغ آقای ماسالی. شاه به جای امضای فرمان انحلال مجلس، فرمان عزل مصدق و نخست وزیری زاهدی را امضا کرد و به وسیله سرهنگ نصیری فرمانده گارد سلطنتی به تهران فرستاد. ما بی صبرانه منتظر خبرهای از تهران بودیم. فرستاده سعدآباد از کار افتاد، فرستنده از کار افتاد. شاه مضطرب و نگران در طول و عرض اتاق قدم میزد و من که کمتر از اون نگران نبودم روی مبل نشسته و ساکت بودم. نمیدونم چه ساعتی به خواب رفته بودم که ساعت 4 صبح شاه مرا از خواب بیدار کرد و در حالی که صدایش از وحشت و اضطراب میلرزید گفت: ثریا،
همان طوری که پیش بینی کرده بودیم کار خراب شد. مصدق از فرمان برکناری خود اطاعت نکرده و زاهدی هم به جای اینکه دست به کاری بزند مخفی شده. هر چه زودتر باید از اینجا فرار کنیم، باید خودمان را به رامسر برسانیم و از آنجا به بغداد پرواز کنیم که آن لحظات دلهره و استراب را که غم انگیزترین اوقات زندگی من است هرگز فراموش نمی کنم. بله آقای نیساری سلام عزیز برادر، میگه که برگشت برنامه به فیسبوک را شاد باش میگم. برنامه هفته گذشته شما را دیدم، این یکی دو هفته درگیر فعالیت های دیگری بودم، با شما خواهم بود. کامیوندارها هم به اعتصاب پیوستند، امیدوارم تداوم پیدا کنه. من هم امیدوارم اعتراض های هوشمند تا جایی بره که افرادی مثل روحانی دیگه نتونن اینجوری راست راست بیان تو تلویزیون بشینن تو چشم مردم نگاه کنن و دروغ بگن. دوستان یه خبر خوب، در انتخابات سال 1400 قرار شده اختاپوس همون اختاپوس یعنی هشتا اختاپوس شرکت کنه. هر کدوم از شما گفتید چرا؟ خیلی معطلتون نکنم. این روحانی احمق گفته من که دو تا دست بیشتر ندارم. خب مردک، تو اگه 4 دست و پا را میرفتی میتونستی بگی من 4 تا دست و پا دارم. مگه اونای دیگه که میان مسئول دولتای دنیا میشن اختاپوسن، 8 تا پا دارن؟ در صورت به نظر من بهتره به اختاپوس رای بدید تا نادانی مثل این روحانی. ولی چپ و راست تندروا افتادن به جونش، حتی گفتن این باید 1000 بار اعدام بشه. این رئیس جمهور ایران، ببرمتون هلند، پادشاه هلند با زن و 3 دخترش سوار هواپیما شد، گفت حالا که همه جا تعطیل، این کووید بسته، ما بریم یونان یه آفتابی بهمون بخوره. همچین که رفت ملت چنان اعتراض کردن سر خرکش کرد، با هواپیما برگشت اومد، نخست وزیرشون معاونش هرکی بود اومد عذرخواهی کرد، مردم باز به اعتراضات ادامه دادن، آخر کار خودش آمد نشست و گفت من اشتباه کردم و من نباید در شرایطی که مملکتم در حالت اضطراری و اینها بلندشم برم اینجا و اونجا. بله آقای مبصری نوشتن تلویزیون و رادیو و روزنامه وظیفه اطلاع رسانی داره، همانطوری که خودتان مطلع هستید و انجام میدهید. آقا وظیفه نداره هیچ کس. قربونت برم آقای مبصری، شما که استاد زبان من هستی، وظیفه با پرداخت میاد. شما اگه به من 100 دلار بدی بگی سربی سوار مترو شو برو نیم ساعت گزارش، این میشه شرح وظیفه من گزارش برای آقای مبصری چند صد دلار. خدمت میشه این که من میام اینجا میشینم مثلا میگم هفته آینده راهپیماییه، این خدمته. مملکت و ملتی که تفاوت خدمت و وظیفه رو آقا شما وظیفه داری صدای من رو پخش کنی. آقا بنده هیچ وظیفه ای ندارم. پوفیوس تویی که وظیفه داری بشینی تو اداره کار کنی، الان نشستی داری برنامه منو نگاه میکنی، تو وظیفه شناس نیستی. من وظیفه ای ندارم، وظیفه‌مو انقدر خوب انجام دادم، بنده سن 50 سالگی بازنشست شدم، ولی بازم میریم کار. تو آمریکا اصلا شما بیکار باشی دیوونه میشی، میریم کار، ولی احتیاج ندارم. اگرم تو تلویزیون مردم میام اینجوریام مینیسه تلویزیون مردم بهش حمایت شما نیاز داره، برای اینکه آقا یه دوربینی بخریم یه میکروفونی بخریم و اون موقع خوشحال میشم که آقا یکی هم مثل آقای زمانیان داره یه کاری میکنه، یه چیزی انجام میده. برای آقای زمانیان نوشتم آقا چیه فیسبوک میگن تو ایران نیست، گفت آقا یوتیوب نیست، گفت آقا هست، فیسبوک بندوید یا پهنای باند یا اینترنت کمتری مصرف میکنه، ارزون تره. دوستان ایرانی هم که همه دنبال مفت و ارزونن، والا یوتیوب و کسی که فیلتر داره میتونه فیسبوک رو ببینه، یوتیوب هم میبینه. این هم از این ماجرا. خب بس دیگه، بریم سراغ آقای ماسالی، امیدوارم ایشون باشن، با ایشون هم صحبت میکنیم. ما بارها گفتیم بازم میگیم کسانی که میان مهمان ما میشن به ما این حق رو میدن در بدو ورودشون که ما هم به عنوان بیننده و شنونده برنامه اونها نظرات خودمون رو بگیم. آقای ماسالی، آقای دکتر ماسالی
درود بر شما. خیلی ممنون. به به، تصویرتون هم آمد، بسیار عالی. اجازه بدید من تصویرتون رو بدم به سیستم کامپیوترمون. دوستان عزیز، ارتباط ما با آقای ماسالی برقرار شد، از این بابت بسیار خوشحالم. چند مدتی بود مخصوصا به خاطر این کووید و اینها به اصطلاح دور افتاده بودیم از همدیگه، و من امروز داشتم آقای ماسالی برای یه دوست دیگه میگفتم، گفتم من هم خودم دوست دارم آقای ماسالی رو ببینم، هم ایشون لطف داشته همیشه به من میگه که من بیام ببینمت، ولی این کووید اینجوریه و بعضی وقتا ما باید با شرایط روز به اصطلاح کار و زندگیمون رو عوض کنیم. اولا خیلی خوشحالم که شما سالم هستید، امیدوارم دور از کرونا باشید، شاد و سرحال. اون ویدیوی شما پروداکشنش مال هر کی بود خیلی عالی درست کرده بود، باز بیشتر با اون دوستان کار کنید. اگر اطلاعاتشون هم برای من بفرستید، اگه یه وقت کسی ویدیوی چیزی بخواد من به اونا مراجعه میکنم و میگم که از آقای ماسالی گرفتم. فکر کنم آدرسشون نوشته بود توی ویرجینیا هستن، کارشون خوب بود هرچی بود. خب آقای ماسالی، ما میدونیم که آقای رضا پهلوی طبق معمول هر ساله که توی ماه مهر میاد یه پیامی میده که مدرسه ها باز شد، بچه ها برین سر کلاس، منم میخوام برم به کار زندگی برسم، یه پیامی داد ولی اسمش رو گذاشت که پیمان نوین. و بعضی از دوستان میگن آقا چی شد این پیمان نوین، برنامه چی شد؟ ولی من ویدیوی شما رو که دیدم شما طرح و برنامه دارید و کسانی که شما رو میشناسن میدونن که شما از قبل از انقلاب مبارز بودید، به دلیل همون جغرافیای زندگیتون کلن مبارز دنیا آمدید و فعالیتایی که کردید قابل انکار نیست. شما چی فکر میکنید چه باید کرد؟ این روحانی که نشسته اونجا میگه مگه من دو دست بیشتر دارم که الان من به جو گفتم باید یه اختاپوس رو انتخاب کنیم که 8 تا دست پا داشته باشه، از اون ور میگه خیلی خوب شد اسلحه و اینها میتونیم بخریم. کلن ما رو با شرایط امروز ایران و آمریکا آشنا کنید و شما بگید که چه باید کرد، چون دیدم توی اون مصاحبه گفتید که باید سازمانهایی رو تشکیل بدیم و به اصطلاح با هم متحد بشیم، ولی بعضی از ایرانی ها از اتحاد به اصطلاح تجربه خوبی ندارن و مثل مارگزیده ها که از ریسمان سفید و سیاه میترسن، از اون گفته خمینی همه با هم به اصطلاح هنوز گریزان هستن. بفرمایید، با شما هستیم، میکروفون در اختیار شماست. بله صدا میاد؟ صدا هست؟ بله بله بفرمایید. بله من فکر میکنم که صحبت از اتحاد و همکاری و ائتلاف اشتباه نیست، کار غلطی نیست. ممکنه در انتخاب افراد متحد یا گروه های متحد اشتباهاتی صورت گرفته باشه در گذشته، ولی به نظر من در آینده باز برای این که بتوانیم این رژیم فاشیستی رو به طور بنیادی ریشه کن کنیم، لازمه که همه جریانات سیاسی که به آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و استقلال ملی علاقمند هستند با هم متحد بشن، چه میخواد جمهوری خواه باشه چه مشروط خواه باشه، و افرادم در همین زمینه خواهند گنجن میگنجن، یعنی میتونن در چنین پیمانی شرکت بکنن، هم در داخل کشور و هم خارج از کشور. البته در داخل کشور با توجه به شرایط ترور اختناق باید سازماندهی و یا هر نوع ارتباطی خیلی مدبرانه صورت بگیره. در حال من بسام خودم مخالف هیچ نوع اتحاد و ائتلافی نیستم، بلکه فقط پافشاری میکنم بسام خودم که هدفمند باشه، که نه تنها، یعنی ما چند مرحله داریم، اتحاد باید با یه چشمانداز دراز مدت صورت بگیره، یعنی تنها براندازی نیست، براندازی این رژیم یک مرحله پیش اولیه است، ولی
از اینی که چه چیزی میخوایم جایگزینش بکنیم و نقش مردم در اینجا چیه و آینده ایران در چه سمت و سوی حرکت خواهد کرد، اینها رو باید پیشا پیش مد نظر گرفت. بسیار ممنونم آقای ماسالی. اگر کسی از شما بپرسه شما با این همه تجربه سیاسی و مبارزاتی چه گروهی، چه فردی رو در این 42 سال گذشته قبول دارید مورد اطمینانتون هست، یا خود شما به چه گروهی پیوستید که ما هم بپیوندیم، شما جوابتون چی هست؟ عرض کنم که من نزدیک به 70 سال 75 سال در افتخیز سیاسی شرکت داشتم و جریانات سیاسی در دورانهای مختلف ببخشید فرق داشته، مثلا در زمان شاه و زمان مصدق، در زمان جنبش چپ بوده، جبهه ملی بوده، بعدا انشعابات شده، شکست ها و ناکامی ها شده و بنابراین نمیشه راجب همه روش ها و اسامی که در گذشته بهش تکیه کرده بودیم امروز چیز کرد. امروز باید تحلیل مشخص از نیروهایی که امروز وجود دارن یا در حال شکل گرفتن هستن ما به اونها بپردازیم، مخصوصا توجهمون متوجه مردم دردمند و جوانانی باشه که این هنوز این تجربیات گذشته بهشون انتقال پیدا نکرده. بنابراین من خودم الان به طور مثال عضو یک گروه یه حزب هستم که افرادش رو خیلی وقت میشناسم به نام حزب آزادی و رفاه ایرانیان آرا، که یک جریان سکولار دموکرات آزاداندیشه و کوشش داریم میکنیم که در ایران هم پایگاهی داشته باشیم و به حالیت خودمون ادامه بدیم. و منتها من عقیده دارم در شرایط کنونی هیچ حزبی، هیچ شخصیتی نمیتونه انحصارگر باشه. ما عقیده داریم مثلا از جمهوری خواه تا مشروط خواه که اونهایی که پایبند به دموکراسی و حقوق مردم هستند میتونن در این اتحاد و ائتلافی شرکت بکنن و تعصب نداشته باشن. آقای ماسالی، شما وقتی میگید حزب یعنی این یه جایی به ثبت رسیده، اساسنامه داره و مردم میتونن بیان اون اساسنامه رو بخونن و عضو بشن، نه؟ بله بله، مثلا این حزب آزادی و رفاه ایرانیان اساسنامه داره، آیین نامه داره، برای خودش وبسایت داره و انتشار داده و کسی هم اگه بخواد در این زمینه اطلاعات بیشتری داشته باشه یا میتونه با من تماس بگیره با ایمیل و من آدرس رو در اختیارش بذارم، یا با خانم شهلا عبقری و آقای سیاوش عبقری، اینها از مسئولین هستن و عده زیادی هستن که در اروپا، آمریکا، کانادا در این رابطه فعالیت میکنن. آقای دکتر عبقری و همسرشون در آتلانتا، بله؟ بله بله. خب این وبسایتی هم که شما دارید که به نام خودتونم هست، دکتر حسن ماسالی .com، از اونجا میتونن با شما تماس بگیرن مردم؟ بله، از اون طریقا میشه با تماس گرفت و و بهتره که البته ایمیل من در اونجا هست، بهتره برای اینکه سرم خیلی شلوغه و مرتب من به وبسایت رجوع نمی کنم، بلکه ایمیل ها رو چک می کنم یا تلفن ها رو جواب میدم. خب همین الان هم یه تلفن دارید، اگر میخواین به اصطلاح میتونیم این مصاحبه رو اینجا تموم کنیم، ولی اگه نه که چند دقیقه دیگه هم با شما باشیم. خب این حزبی که شما و دوستانتون به اصطلاح تأسیس کردید برنامهش چیه؟ کلن چون صحبت از براندازی میشه قانون آمریکا اشکالی نمیگیره؟ چون بعضی از کشورهای
بعضی از کشورهایی که عضو سازمان ملل هستن، اگر کسی یادم چند مدت پیش آقای رضا پهلوی با یک وکیلی صحبت از براندازی کرده بودن، بعد بهشون ایراد گرفتن که شما نمیتونید یه سازمانی را بندازید و بخواید دنبال براندازی کشوری باشید که در سازمان ملل پرچم داره و کرسی داره و اینها. این از اون لحاظ اشکالی پیش نمیاره؟ نه، این اشکالی نداره، به خاطر اینی که این رژیم گرچه عضو سازمان ملل هست ولی به عنوان یک نیروی تروریست و ضد مردمی در دنیا شناخته شده و بنابراین ما خواستار برکناری این رژیم هستیم و این حق دموکراتیک مردم و همه گروه های سیاسی است. خیلی ممنون. یکی از دوستان که همشهری من هست و یه جورایی هم همکشوری شما، ایشون از آلمان، آقای اکبری تماس میگیرن، میگن که لطفاً از آقای ماسالی سوال کنید که آیا ایشان هنوز هم مثل دهه 70 و 80 میلادی به مبارزه مسلحانه معتقد هستن؟ بله، من الان توانایی جسمی اون زمان ندارم که حرکت میکردم، حتی از مرز به طور قاچاق غیرقانونی وارد کشور میشدم و با گروه های مسلح در مناطق مرزی در داخل ایران همکاری میکردم و یا خودم مؤسس چنین گروه هایی بودم. امروز اون توانایی جسمی رو ندارم، ولی اعتقاد دارم از نظر تئوریک که این رژیم رژیمی فاشیستی است و با فاشیسم رو تجربه تاریخی نشون داده، چه هیتلر، موسولینی، فرانکو، اینها هیچ وقت با نصیحت برکنار نشدن. با فاشیسم باید مقابله به طور مسلحانه یکی از ابعاد کارا باشه، یعنی اعتصاب، یک کسی میتونه اعتصاب کنه، یکی کار سیاسی میکنه، هر کی به اندازه تواناییش، ولی عقیده دارم ستون فقرات مبارزه رو باید مبارزه مسلحانه تشکیل بده و بتونه که این رژیم و این جنایتکاران رو به طور بنیادی برچین. خب یعنی شما فکر میکنید با تظاهرات و اعتراض و اعتصاب و اینها نمیشه حریف آخوندا شد؟ نه، این به نظر من تظاهرات و اعتصابات اینا حق قانونی مردم ایرانه که میتونم بهش متوسل بشم، ولی اون کافی نیست برای برکناری این رژیم. این رژیم حتی بسیاری از اعتصاب کننده ها و تظاهر کننده ها رو سرکوب کرده، کشته. بنابراین یک جریان فاشیستی به هیچ چیزی پایبند نیست. فاشیسم رو باید با اسلحه جواب داد. بله، آقای مانی خورسندی هم از کانادا نوشتن که بله، جنگ مسلحانه تنها راه نجات ایران است. خب آقای ماسالی، الان که آمریکا اینجوری فشار آورده، به آمریکا میگه ما به رژیم ایران فشار آوردیم، مردم، یا من مثلا باور دارم مردم دارن زجر میکشن، شما نظرتون درباره این تحریم ها چیه؟ حتی پریشب که یک ایمیلی آمده بود و اینها گفتن از عربستان سعودی اومده ولی مال ایرانه، هرچی هم اصرار داشتن که دست روسیه رو داخلش بیارن، این سخنگوی به اصطلاح کاخ سفید و اینها گفت که نه، چین مقصره و ایران. نظرتون کلن در رابطه با این ماجرای تحریم و انتخابات پیش روی آمریکا چیه؟ هر برم که در حال دولت‌های خارجی، چه امریکا، چه روسیه، چه چین، غیره، در درجه اول دنبال منافع خودشون هستن و اگر چنانچه پافشاری بکنن یا نکات رو که مد نظر مردم ایرانه، منافع مردم ایرانه و حقوق و آزادی مردم ایران هست، به اونم اشاره بکنن، بنابراین ما ازش استقبال میکنیم. ولی من تجربه تاریخی به من نشون داده که ما ضمن دوستی با خیلی از این نیروها، یعنی با اونها در نمیافتیم، مقابله نمی کنیم، ولی
در ضمن استفاده از آنها باید خیلی محتاط باشیم، برای اینکه خیلی از این دولت‌ها اومدن، اصلا به طور مثال بگم خود این رژیم خودش دست برورده کنفرانس گواتلوپ که 7 کشور آمریکا و اروپا در شرکت داشتن، این رژیم خمینی رو به وجود آوردن به خاطر منافع خودشون برای رقابت با شوروی در اون زمان. بنابراین ما باید محتاطانه نسبت به نیروهای خارجی برخورد بکنیم و همچین خوشخیال نباشیم. بنابراین ما هر نوع فشاری به این رژیم بیاد ازش استقبال میکنیم، ولی خودمون رو نباید سرسپرده هیچ یک از این دول خارجی بکنیم. بسیار ممنونم. بازم اگر صحبتی دارید با بینندگان بگید و من اون وبسایت شما رو هم drhasanmasali.com رو به دوستان میگم. اگر در راه تماس با شما هم مشکلی داشتن میتونن با من تماس بگیرن تا ایمیل میخواین ایمیلتون هم بگید تا من اینجا بنویسم الان برای دوستان. بله، ایمیل من هست h مثل ها h ماسالی با h m a دو تا s a l i بعدن at gmail.com. نسبتاً ساده است دیگه، فقط یادشون باشه دو تا اس بذارن برای ماسالی. بله. اول اسمتون hmasali@gmail.com. الان نوشتم اینجا دوستان عزیز hmasali@gmail.com. وبسایت ایشون هم خیلی ساده است، drhasanmasali.com. اینجوری که شما گفتید پس من برداشتم این باشه که شما با این تحریم ها موافقید، یا شما هم مثل من باور دارید تحریم ها میتونست هوشمند باشه و اونجوری که آقای سهراب چمنارا میگه افراد دولت رو به اصطلاح هدف قرار بگیره، نه اینکه مریض هایی که الان انسولین میخوان، بچه هایی که شیر و خوش میخوان. متاسفانه یه عده ایرانی هستن میگن آقا دارو و غذا و اینا که تحریم نیست، ولی من به یکشون گفتم من حاضرم $5,000 دارو بخرم، بیا بریم با بانک و اینها صحبت کنی ببینیم چجوری شما میتونی حساب باز کنی، شما چجوری میتونی بفرسی ایران، و دیگه رفت پیداش نشد. شما نظرتون چیه؟ تحریم ها به همین صورت ترامپی باشه یا به صورت هوشمند؟ من فکر میکنم که تحریم ها باید هدفمند باشه، همجوری چکی مواد غذایی رو تحریم کردن، دارو رو تحریم کردن، به طور مثال این فشار روی مردمه. البته ما با یه پدیده پلیدی مثل آخوند سرکار داریم که حتی وقتی که مواد غذایی رو هم آزاد میذارن، مواد دارویی رو هم آزاد میذارن، اینا میگیرن انحصارگری ترتیب میدن و ازش میلیون ها دلار پول درآمد میسازن، بهره برداری میکنن. یعنی حقوق بازی آخوندی در همه سطح وجود داره. ولی پیشنهاد من اینه که باید تحریما هدفمند باشه و بیشتر از نظر تسلیحاتی باشه، از نظر حتی بیشتر تکیه بر روی این باشه که این آقازاده ها و این عناصر وابسته به رژیم که به اروپا، آمریکا، کانادا سفر میکنن، حساب های بانکی باز میکنن، اینها رو ببندن و یا به اصطلاح اموالشون رو ضبط بکنن به نفع مردم و در بعضی از این جنایتکاران رو به دادگاه بین المللی در هلند کشونده بشه، که من فکر میکنم که من خودم هم دنبال این کار هستم که یکی از این جنایتکاران رو اگر بتونیم در خارج از کشور بذاریم با کمک پلیس بین الملل دستگیر بشن و بیاریم به تو دادگاه های بین المللی محاکمه کنیم. بسیار ممنونم. در رابطه با تحریم های هدفمند
شما به اسلحه و اینها اشاره کردید و آقای روحانی جدیداً خیلی خوشحال به مردم حتی مژده و تبریک که شما میتونیم از امروز دیگه اسلحه بخرید، اسلحه بفروشید. نظرتون درباره این ماجرا و یه ماجرای دیگه ای که الان تندروها به اصطلاح خیلی شدید تهدید میکنن آقای روحانی رو چیه؟ فکر میکنید واقعا یه حرکتی داره صورت میگیره یا اینکه خود آخوندها میخوان یک نیروی مخالفی هم از داخل خودشون داشته باشن که مردم رو به اصطلاح راضی کنن و به عنوان سوپاپ اطمینان ازش استفاده کنن؟ اون آقایی که گفته بود که باید روحانی رو 1000 بار اعدام کنیم و دیگرانی که گفته بودن ایشون باید بیاد استیضاح بشه و اینها و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، نظر شما چیه؟ اینم یه بازی کثیف دیگه توسط خود آخونداست یا اینکه واقعا بین خودشون شکاف عمیقی پیدا شده و اختلافا داره بیشتر میشه؟ عرض کنم که اختلاف نظر در میانشون هست، ولی آخوندها پلیدترین و حقبازترین موجودات روی زمین هستند و اینها ضمن اینی که پشت پرده یا بعضی موارد علنی به جون هم میافتند، ولی برای بقای خودشون در قدرت کوشش میکنن که بعضی موارد حتی منافع فردی رو صرف نظر بکنن و کوشش میکنن که قدرت رو حفظ بکنن. ما منظورم اپوزیسیون، اونایی که مخالف رژیم هستیم، ما عقیده دارم خودمون رو مشغول این منازعات و جنجال‌های درون رژیم نکنیم، باید خودمون مجهز بشیم، متحد بشیم، قدرتمند بشیم، سازماندهی مخفی در سراسر ایران به وجود بیاریم و امیدوارم که در این رابطه عده‌ای از افسران ایران دوست و آزاداندیش هم بتونن مخفیانه به نیروهای مبارز بپیوندن و بنیاد این رژیم رو بکنن. بسیار ممنونم. آقای فرزاد نیساری هم از اروپا میگن تنها زور است که از پس زور فاشیسم برمی آید. البته سوال من اینه که وقتی کسی با زور بیاد یک به اصطلاح دیکتاتوری رو بیاره پایین، بعد خودش هم مجبور میشه با زور اون حکومت و سیستم رو نگه داره، این یه مقداری جای سوال هست. آقای ماسالی ممنونم که با ما بودید. به دوستان هم بگید اگر مایل باشن برنامه هاشون یا فراخوان هر چیزی آگهی داشته باشن میتونن از تلویزیون مردم به عنوان یه پایگاهی استفاده کنن، یه سکوی ارتباطی برای به اصطلاح رسیدن به دیگران. همیشه شما لطف داشتید و من بازم ممنونم. اگه بازم صحبتی دارید بفرمایید. من نه خیلی ممنونم از اینی که من فکر میکنم در شرایط کنونی تریبونی مثل این که شما سازماندهی کردین لازمه و به نظر من سایر جریانات تلویزیونی رادیویی هم باید کوشش بکنن تریبونی برای همه مبارزین آزادی خواهان باز بکنن و بتونیم یک رابطه تنگاتنگ با مردم داخل کشور برگزار بشه و منجر بشه به یک سازماندهی مخفی و علنی و قدرتمند تا این رژیم فاشیستی به طور بنیادی کنده بشه. خیلی متشکرم. ممنونم از شما. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو دارم. امیدوارم در برنامه‌های آینده با شما باشیم با خبرهای بهتر از ایران و از شر کرونا راحت شده باشیم. مرسی. خیلی ممنون. درود باشه. مرسی عزیز. خب دوستان عزیز، با آقای دکتر حسن ماسالی بودیم. وبسایت ایشون هست www.drhasanmasali. دکتر رو دی آر فقط بنویسید، drhasanmasali.com و وبسایتشون هم خیلی ساده hmasali@gmail.com. اگرم اشکالی داشتید در ارتباط برقرار کردن با ایشون، با من تلویزیون مردم info@mardomtv.com یا حتی میتونید برای ایشون پیام بذارید با این شماره تلفن 202-695-2573، تکست بفرستید، پیام بفرستید، من براشون
منتقل میکنم. باز هم از ایشون تشکر میکنم و از شما دوستان که با ما بودید، برنامه ها رو پی میگیریم. خب دوستان عزیز، آقای مانی خورسندی از کانادا نوشتن که آقای بیژن مهر، بله آقای بیژن مهر سلام، ایشون خود آقای حسن ماستاری هستن یا پسرشان؟ اگه خودشان باشن بالای صد، نه بالای صد نیستن بابا، آقای حسن، آقای ماستاری رو که شما سال 2003 وقتی آمدی ویرجینیا و رفتیم اون هتل و قرار بود آقای مدنی و قرار بود آقای رضا پهلوی هم بیان با هم آشتی کنن و اون ماجرای حسیبی و اینها بود دیگه، ایشون همون آقای ماسالی هستن و بله سابقه طولانی مبارزه و این اسلحه و دیدن حتی وارد کردن اسلحه به ایران و اینا دارن. برید وبسایتاشون و ویدیوهاشون رو ببینید. آقای بیژن مهر دیگه به خاطر کرونا نمیشه بگیم کی از این ورا میای، حالا هر وقت گفتیم کی از این ورا میای منظورمون اینه که کی میتونیم با هم گپی داشته باشیم دوستانه روی فیسبوک. و خیلی ممنون. بله میگن خیلی خوب موندن، البته خود ایشون گفت که الان دیگه خوب به خاطر به اصطلاح سنشون اون فعالیت های قدیم رو ندارن. زنده باد آقای ماسالی، دود از کنده بلند میشه. آقای نیساری، آقای بهرامی از شما گله کرده، دیروز اصلا تو مود گله بودیشون پیامی که گذاشته که آقای نیساری هم برای من قرار بوده یه لیستی بفرسته، یه چیزی بفرسته، نفرستاده. خب من نمیدونم چرا با خودتون تماس نمیگیره. در هر صورت ما امروز دیگه واقعا به آقای بهرامی گفتیم آقا خیلی ممنون. آقای بیژن مهر هم دوستان از جبهه ملی ایران هستن در به اصطلاح قسمت آمریکا. من خودم شخصا به این دوستان خیلی ایراد گرفتم، ولی خوشحالم که اینها تحمل شنیدن ایراد رو دارن. دوستان عزیز، اگر چون یه چند نفر هی به ما گفتن که آقا اپ، من اصلا فلسفه پیدایش اپ رو متوجه نیستم به جز این که صفحات ما رو اینجوری کنن. شما میتونی مردم tv.com رو بزنی، بعد روی صفحه خودت بذاری اینجوری، ببین، بعدم بیای اینجا تماشا کنی برنامه هایی رو که داریم. اینم صداش، اجازه بدیم صداش رو باز کنم. شما میتونی مردم tv.com رو بزنی، بعد روی صفحه خودت بذاری اینجوری، ببین، بعدم بیای اینجا تماشا کنی برنامه‌ای که داریم. اینم متوجه تأخیر صدا شدیم، من الان اینجا 5 ثانیه از نشستم ولی این آقا داره حرف میزنه. حالا طرف میگه آقا همین یه سوربی برای هفت پشت اون بسته، حالا دیگه بشه دو تا سوربی دیگه، چوب دو سر طلا. خب آقای مهر ببینیم آقا از این چیز استفاده کنیم. من با آقای کوروش زعیم هم صحبت کردم. آقای کوروش زعیم، خب خیلی‌ها میگن به خاطر محدودیتایی که تو ایران هست اونها نمیتونن و نبایدم خودشونو به خطر بندازن، ولی من باور دارم که یه مقداری زد و نقیزه. از یه طرف میگن بریم بزنیم بریزیم، از یه طرف میگن ما نمیتونیم حرف بزنیم، از یه طرف آقای حشمت تبرزدی درست میگن، از بس این اسما مثل احمد تیما یادم رفته. در هر صورت من گاهی وقتا گیج میشم. ولی برگردیم یه چند دقیقه وقت بذاریم درباره دارو. آقای خورسندی، شما که مثل من بیکاری، بشین به یه شرکت داروسازی در آمریکا تماس بگیر، بگو من مثلا میخوام این فایزر چیه، همیشه من فکر کردم فایزر مال اروپان، فایزر تماس بگیر بگو من میخوام انسولین بخرم بفرستم ایران. ببین اولین چیزی که بهت میگه چیه؟ میگه ایران تحریمه. هر چی بهش بگو والا بلا خوراک و اینا نیست، میگه آقا ما حوصله دردسر نداریم، تلفن رو قطع میکنه. دوستان گور پدر آخوند همشون، اون وقتا وقتی اذیت میکردیم مادرمون میگو انشالله یه باد سیاه بیاد همه تونو باد ببره. این باد سیاه همین بادایی که ما اینجا تو آمریکا میبینیم. همه این آخوندها رو امیدواریم امشب یه باد سیاه بیاد ببره. البته این آخوندهایی که من میشناسم تا باد بیاد ریشاشون رو باد میبره، فردا بدون ریش. اصلا فلسفه که اینا ریش دارن اینه، چون شما اگه ریش نداشته باشی مثل من یه جرمی مرتکب بشی 2 هفته طول میکشه تا ریش بذاری. ولی ببین اینا چقدر زبلن، اینا از اول عمرشون ریش میذارن که اگه یه اتفاقی افتاد ریشو بزنن اصلا قیافه عوض،
مو هم اون زیر عمامه بلند. آقای خاتمی رو شما دیدید عکسشو بدون ریش و اینا، همه هم ماشاءالله نگاه میکنیم مثلا میگه خامنه ای 70 و چند سالشه، روحانی 71 سالشه، ریششو که بزنی میشه مثل یه 45 ساله. یعنی از اون ورم شما رو به اشتباه میندازه. در هر صورت من کاملا با ایشان مخالفم. در یک انقلاب خونین تر و خوش، آها، در یک انقلاب خونین تر و خوش با هم میسوزن، همونطور که چندین سال راه اشتباه رفتن، هنوزم اشتباه میکنن، فقط با اعتراضات مدنی بدون خرابی و فحاشی و خونریزی. آقای بیژن مهر، من با شما 1000% موافقم. ما یه عمویی داشتیم، خدا بیامرزد، این وقتی خیلی میخواست تاکید کنه میگفت اون که 10 چی؟ بله اون که 100 در 1000. البته یه بارم این آقای چیز از کانادا اشتباه کرد، تازه با وجود که معلم ریاضی، گفت 100 در 1000. گفتم آقا 100 در 1000 یعنی 10%. گفت نه، منظورم اینه که 1000 تا 100%. گفتم آقا اوکی، من غلط کردم. من با شما، آها ببین، آقای خورسندی میگه نه به شخص نمیفروشن. به کی میفروشن؟ به دولت میفروشن. شما انتظار داری دولت ایران بره دارو بخره برای مردم ایران؟ زهی خیال باطل. خب اینجاست که اشکاله. شما مثل اونایی هستی که نامه سرگشاده می نویسن به آقای خامنه ای و ازش تقاضا میکنن آقا فلان ماموری که زده به سر منو کشته ببرید دادگاه. آقا ماموره رو اون فرستاده، ماموره رو اون اسلحه داده دستش، نامه می نویسید؟ شما مثل این میمونی که یه نفر دوز بیاد خونتون رو بزنه ببره، بدونید کیه، برید بهش یه نامه بنویسید بگید آقا دوز خونه ما رو زده، حالا این جنسار ما کجا، والا اونم مسخره است، جنسار کجا بخریم، اقلا میگه فروختن به این پان شاپ بریم بخریم. آخه عزیز من، اگه به شخص نمیفروشن به دولت میفروشن. آقا این کوفتی پیپل، این آیپاد، طرف اپل، طرف پدر بزرگه با نوش رفته بود یه دونه، حالا این تلفن آیفونه ولی ما هم فکر کنیم لپتاپه، تبلت، رفته بود یه تبلت بخره، آشغال اون سلزمنه تا دیده اینا فارسی حرف میزنن گفته شما کجایی هستید، گفته ایرانی، گفته ما که نمیتونیم به ایرانی ها چی بفروشیم، ماجرایی بود، شکایت شد و اینها، برید چیز کنید. اینجوری نیست، اینجوری کار نمیکنه. باید یکی باشه راه رو بلد باشه. آقای بیژن مهر درست میگه، هر کسی یک یاد گرفته بیاد فیسبوک ساین این کنه بنویسه فلان روز بیاین فلان، نمیشه اینجوری. آقا 40 سال 20 سال 10 سال فیسبوک فعال کردید، بله شانسی اون نمیدونم تونس شد، مصر شد، حالا همونا به کجا رسیدن؟ گفت چرا تونس ما نتونستیم. گفتم خب حالا تونس کجاست؟ همون پسره که از اینجا رفت و اینا بلند شد برگشت اومد اینجا، گفت آقا من غلط کردم، تو کشور من اصلا قابل زندگی نیست. پسره 17 سالش بود وایساد، همه رو دعوت کرد میدان تحریر و همه آمدن. شماها برای امتحان هم که شده این کار انجام بدید. حالا کاری با آقای نوید افکاری اینا نداشته باشید، کاری به سیزده بدر و چهارشنبه سوری نداشته باشید، خودتون رو امتحان کنید. آقا مثل من که امتحان کردم دیدم بنده نمیتونم 15 نفر رو جمع کنم که ماهی 20 دلار بفرستن برای تلویزیون مردم، یعنی ماهی 300 دلار. بعدی گفتم اوکی، حالا هر کی برنامه میخواد با پول بده، هر کی نمیدونم تایم میخواد باید فلان کنه، قانون رو عوض کردم. شما ببینید چند مرده حلاجه این جنبش شما، این حزب شما. حزب آقای انصاری اومده حزب درست کرده، حزب حق، الان 2 سال نامه مینویسه، فعالیت میکنه، ویدیو میذاره، ولی ازش میپرسیم آقا این حزب حق اساسنامش این همه کو؟ چه کسی تا حالا به شما پیوسته؟ هدف شما چیه؟ آقا این حزب خر و فیل، حزب دیکتاتورا، دموکراتا و حزب جمهوری خواهان، مردم میدونن هدفشون چیه. میگه این lower tax، یعنی تکس رو کم میکنه، مالیات رو کم میکنه. این یکی میگه ما مالیات میگیریم ولی خدمات رو اضافه میکنیم. این مثلا ترامپ بی حیا دروغ میگه، بایدن گفته افرادی که زیر 400 هزار دلار میگیرن مالیاتشون اضافه نمیشه، ولی اونی که بالای 400 هزار دلار میگیره، آقا بیش از 1000 دلار در روز میسازی، خب یکم تکس بده. و این کار انجام شده.
من اولی هم که اومدم آمریکا اولین فرم مثلا تکس دیدم سوشال سکیوریتی، شما از 99,000 دلار که بالاتر بسازی از اون دیگه پول نمیگیرن. گفتم خب این که خیلی بی‌انصافیه، چون اونی که 100 طرف 100 دلار میسازه 6 دلار خوردهشه میگیرن، میگه برای سوشال سکیوریتی 6 یه هم چیزی هم از سابکارش میگیرن، که بعضی وقتا یه آدمی که خودش سابکار خودشه 15% چه خودش باید بده. خب این چه انصافیه که سوربی که 1000 دلار میسازه باید 150 دلار بده، ولی آقای بیل گیت که میلیاردها دلار میسازه اصلا دیگه پول براشون معنی نداره، شده یه سری عدد کامپیوتری میاد میره، اون نده. اون وقت میگن سال 2023 سوشال سکیوریتی اینجا بی پول میشه، ورشکست نه پولش تموم میشه، حساب میبندن میگن آقا نداره، میشه مثل ایران. زنگ میزنی پسر جان یادت بچه بودی من فرستادمت مدرسه؟ بله. خب یادت من تشریعتو میدادم؟ بله. حالا بابا من میخوام برم دکتر، بیمه ندارم، مدیکید، مدیکر، سوشال سکیوریتی اینا ندارم، بیا. من میشم از سیستم ایران چند تا نسل توی خانواده زندگی میکردن. ما یادم تا روز آخری که مادر پدرمون فوت شد یا خونه ما بود یا خونه عمون بود یا خونه عممون بود. الان مادرامون هر کدوم توی آپارتمان بنده خدا دلشون خوش شده به یه تلفنی. اون موقع هفته یه بار میرفتیم میدیدیم. آقای بهرامی عزیز بنده دیدن مادر خودم نمیرم، میدونی چرا؟ میگم یه وقت نکنه من مریض باشم ایشون بیمار بشه مریض بشه. شما اگه دوست من هستی، مخصوصا چون تو نیویورک هستی، باید بگی سوربی جان تو گفتی بیا اونجا، ولی من فعلا نمیام اونجا، چون ما توی نیویورک ترامپ هم دیروز میگفت شهر نیویورک شده گوستم. بله آفرین، سازماندهی مخفی. خب ببین آقای نیساری از این ور میگه سازماندهی مخفی، از اون ور میاد رو فیسبوک میگه آقای آپتین اینجا برنامه داره، آقای فلانی اونجا، نمیدونم. خب اگه پشت این یه سازماندهی مخفیه، و شما باید دو تا برنامه داشته باشی. اگه یه نفر مثل من بگه خب آقا این سازمان مخفی برنامه‌اش چیه، شما میگی من که نمیتونم بگم چون ممکنه مزدور باشی، درست میگی. ولی اگه شدید مثل آقای فردوسی دیوانه، برید اینا کاش که فیلم بود، وقتا یوتیوب بود، من اینا رو دیدم، اینا رو پشت سر گذاشتم، باهاشون تو تلویزیون بودم. آقای فردوسی یک کیف جیمز باندی میذاشت دستش که من فکر کنم تنبونش و وافورش توش بود مثلا، میومد تو تلویزیونا میگفت که بینندگان عزیز ما یه برنامه‌ای داریم که تا 6 ماه دیگه آخونده رو چیز کنیم. بعد یکی زنگ میزن آقای فردوسی قربونت برم ما منتظریم، این پدر سگ آخونده رو باید بریزیم فلان. چه جوری؟ میگم من که نمیتونم اینجا بگم، چون اون وقت اونا میشنفن درسته یا میشنون درسته، ولی لهجه معمولیمون گویش شیرازی مثلا میشنفن. اون وقت میان چی میکنن؟ طرف میگه خب پس ما از کجا؟ میگه شما ایمیل بفرست بعدن من میام باهاتون تماس میگیرم. خب یه ننه فلان مال مزدورم زنگ میزد ایمیل میفرستاد، شما میرفتید دو تا چایی هم میزد چلوت 500 دلار هم بهت میداد، فرم تو طرحت میگرفت. آقا دیگه چه مخفی؟ تو ایران دارن شلوغ میکنن، چه مخفی؟ شبنامه های خمینی که میمد مخفی بود. آقا ساعت 8 صبح برید مسجد حبیب فلکه ولیعهد، اینا که میان از اونجا ساعت 10 صبح مسجد رضا شرکت چی کنه تو 20 متری. ببین این جنوب شهر، اون تقریبا شمال شهر، بعد برید نمیدونم مسجد فلان قصرالدش. اصلا ماها که تو کمیته مخصوص ضد شورش که نداشت، اشتباه کرده بود، شهربانی و هوابر بودیم، نمیدونستیم کجا بریم. فرماندهای ما همه گوسپیچ، ما هم که یه مش سرباز وظیفه، اشتباه سرباز وظیفه، ماها به عنوان خدمت، ولی اگه خدمتی که نباید اجباری باشه، همه چیش غلط بود. آقای مبصری عزیز شما که الان به من میگید این رسانه یک، آقا این رسانه من اومدم یه میکروفونی گذاشتم حرف خودمو میزنم، من قرار نیست حرف شما رو بزنم، من قرار نیست کاغذی رو که شما چاپ میکنی برم دم خونه اینو اون بدم کفشم پاره بشه بارون بیاد رو سرم. بعد اگه گفتم آقا 100 دلار بگید، یادتونه اون دوستمون اون خانمی که رادیو داشت اینها، به طرف گفتم خب آقا 30 دلار بده تو برنامه تو پخش کنم، گفت شما از من پول میخوای؟ گفتم من نمیدونم، شما به کسای دیگه پول میدی، با چیز دیگه پرداخت میکنی، چیکار میکنی؟ اینجوری نیست. شما الان برداشتید اینجا نوشتید من برای دوستان میخونم، این نیست آقا، این اشتباه ما است که افراد کار کشته و
به اصطلاح بالایی مثل شما با سواد سیاسی و اینها، شما هم این چیزها رو غلط یاد گرفتید و غلط دارید استفاده میکنید. ایشون نوشته که من یک کلمه ای رو نوشتم شما فوری گل گرفتی و اینها. میگه سوربی جان جوش نیار و تلویحاً من را با استفاده از یک لغت بجا یا نابجا پوفیوز نخوان. من که گفتم پوفیوز ها، مقصود از وظیفه رسالت است. آقا من رسالتی ندارم، کلمه رسالتی که میاری تو مغزم شاه میاد و ماموریتی برای وطنم. کلمه رسالتی که میاری این دیوونهایی که میگن خدا به ما فرمون داده، از اون مسیحش گرفته، از اون عیساش گرفته، موساش گرفته، از محمدش گرفته، چه رسالتی من دارم؟ من کجا شب بیدار شدم وحی نازل شد که سربی برو تلویزیون مردم رو سال 2003 باز کن، چون هر کی میخواد تو تلویزیونش باشی میخواد محدودت کنه. رسالت نبود. دیدم آقا این امکان هست، اومدم استفاده میکنم. شما هم میتونی استفاده کنی. چیزی که هست شما نمیخوای، شما نمیخوای وقتی رو که با دوستانتون میرید تخته بازی میکنید، حرف میزنید، خوش میگذرونید، مشروب میخورید، بیاین بشینید اینجا سر یه ساعتی هر هفته صحبت کنید. شما میخواین آزاد باشین. ولی من اومدم اینو خودم فکر میکنم این خدمتی است برای جامعه. ولی تا یکی بهم بگه این کار انجام بده میگم نمیدم. من کسیم که وقتی بچه بودم پدرم صدام زد گفت که عیدی گیرت اومده، گفتم بله، گفت چند، دست کردم تو جیبم گفتم 10 تومن، گفت این 10 تومن رو به من بده من 100 تومن به عیدی میدم. دوستان 10 تومن تو ایران بچه باشی، 10 تومن رو بده من 100 تومن به عیدی میدم. 10 تومن رو گذاشتم تو جیبم به پدر خودم، گفتم اگه تو عیدی میخوای به من بدی به خاطر اینکه من به تو یه چیزی رو بدم، من اونو نمیخوام. چی شد؟ یه کتکم خوردم، یادم نیست اون 10 تومنم پاره شد رفت یا نه. آقا اینجوریه، هی به دیگران نگید شما وظیفه دارید، هی فکر نکنید اینا رسالت دارن. چه رسالتی، چه کشکی، چه پشمی؟ اونایی که رسالت داشتن، اونایی که وظیفه داشتن، اونایی که حقوق گرفتن، اونایی کارشون درست انجام ندادن، یه خدمتیه. تازه این خدمتم اون شعره چیه؟ تا چه که مقبول افتد و نمیدونم در نظر آید. آقا یه برنامه میذارم 4 تا آدم بیکارتر از خودم، آقای اکبریه، نمیدونم آقای زمانیان خسته شده از کار، میاد میشینه چایشم میذاره برنامه رو گوش میده میره. من اگه خواستم یه روز جنبش را بندازم میرم 2 تا کتاب راجع به جنبش میخونم. این تشکیلات بهش میگن ریشه‌ای، گراس روت چجوریه؟ میگه آقا گراس روت شما برو به سعید بگو سعید من میخوام برم آخونده رو بکشم، تو میای با من؟ طرف میگه آقا برو، من اگه اهل کشتار بودم که از ایران نمیمدم. خب تکلیفت با سعید معلومه، میری سراغ اکبری، اکبری میگه آره من میام بیبریم. یه نفر میری سراغ آقای نیساری، آقای نیساری میگه منم میام. یادتون باشه دوستان، من دارم میگم میام، هیچ که نمیگه تو برو من میام. همه ما شدیم تو برو من میام. به خاطر همینه آقا رضا پهلوی اومده پیمان نوین. یکی نیست بگه مردک تو با اون پیمانات کهنت چه غلطی کردی که حالا پیمان نوین میدی. خب از ایشون میپرسم، میگن بله دکتر فلانی و همسرشون و اینا و اینها تا حالا چندین حزب و چندین جنبش و اینا راه انداختن، میشناسمشون. اینا همون کسی هستن که نوریزاده رو دعوت کردن اینجا. نوریزاده اومد گفت که ما با یکی از بزرگان آخوندا داریم چیز میکنیم. کی بود؟ سردار مدحی. و این آقای فضائل عزیزان یقش گرفت، گفت آقا تو چه شناختی از این داری؟ گفت البته ما در دستگاه‌هایی هستیم که میتونیم همه چی رو کنترل کنیم. مردکه اومد یه پاشو گذاشت این ور، یه پاشو گذاشت اون ور، تمام این وسط هم اپوزیسیون بود، زر زد و رفت. نکنی نه روح الله چی زم، اون یکی آقای یکی دوتا دهتا نیستم، بله بذارید من ببینم اینه. به هر جهت شما یک نشریه مدیات سیاسی هستید. نیستم آقا، من کی گفتم سیاسی هستم؟ اصلا ما تو ایرانی آدم سیاسی نداریم. آدم سیاسی باید مدرسه سیاسی، درس سیاسی. هر بدبختی یک کتاب کاریکاتور توفیق کن فکر سیاسیه و به خاطر همین بود. شما شاه مملکت ما رو نگاه کن، شاه سیاسی نبود. آخوند ما رو نگاه کن، آخوند سیاسی نیست، به گوه خوردن افتادن. و یکیشون انقدر مرد نیست، شریف نیست، انسان نیست، بیاد بگه آقا ما کننده این کار نیستیم، ما بلد بریم اونجا به طرف بگیم با سر برو تو توالت یا با پا برو تو توالت و نمیدونم اینجا آب زیاده نجسه، اینجا آب فلانه.
پادشاه هلند ملکه رو گفتم وافور کشیدن راجع به این منقل وافور اینا شد. هفت آبان را جنبش ایران بانان پاریز که آقا این حرفا چیه؟ آقای نیساری هفت آبان رو سالهاست از شهرام و همایون پرچم فروش تا دیگران صحبت کردن، یه مسیری هم اونجا میرن و راه میفتن و ببین اشکال همینه. هفت آبان رو اولا آمدن گفتن تولد کوروش. من میدونم یه روز رفتم تخت جمشید وقت داشتم دور میزدم ماشینمون رفت جیان داشتم رفت خورد به یه سنگ انقدی رفتم پایین آوردمش نوشته بود تولد کوروش هفتم آبان ماه 2500 سال قبل. بعد از اون روز ما هفتم آبان آقا این دکونه واز کردن دولت جمهوری اسلامی هم برو. من رفتم 2005 تخت جمشید و پاسارگاد اینا رو برو ببین چیکار کردن. شاه احمق که نه یه هتل ساخته بود نه یه توالت ساخته بود اونجا، اینا سنگ مرمر توالت ساختن، نرفتن برای فرانسوی و نمیدونم اتیوپی سنگ توالت طلا بذارن توی چادر، توالت سنگ مرمر ساختن اونجا، مردم میرن و میان. بعد دیگاه کردن دیدن آقا یه نفر نشسته تو آمریکا برای که پرچم بفروشه جوانای مردم میگی برید آقا پاسارگاد، خب اونام راه رو بستن ولی حالا شما این دفعه میخواین برین بزنید بکشید راه رو باز کنید موفق باشید. خب چی میشه هفتم آبان؟ حالا من دیگه به شما میترسم صحبت کنم، یه حامی دارید به نام آقای بهرامی از نیویورک، خیلی جالبه خودش به شما چیز کرد وقتی من ایراد گرفتم میگه شما چرا با آقای نیساری اینجوری گفتی؟ میگم آقای نیساری حرفش قبول داری؟ بهش بپیوند بلند شو. شما از آقای رامین اعتبار گفتم بهتون، گفتم آقا تبریز شلوغه میای بریم؟ گفت شاید برم. من گفتم نه آقا من نمیام، اگه تو میگفتی میام منم تو درواسی میموندم، ولی تو اگه شاید بیای. میگه چون اینجا خستم شده دکتره، الانم کار کاسبی دکترا خوب نیست به خاطر کووید، به خاطر همین اینجوری. وافول کشیدن جوونا رو بهتون بگم دوستان، بذارید من اینو ببندم اسکایپ که کمی هم وضعمون بهتر بشه. اکس اسپلیت کنیدی سنتر لایو شماره این، باید اول برم هتل، تمام مال اموال خانوادگی ما رو آخونده و سپاه دزدیدن، در اینجا هم باعث نیست مثل خر کار کرد. خب بفرما آقای رامین اعتبار میگه یعنی تنها دلیلش که نمیره ایران اینه که جا نداره بره اونجا. آقا شما برو ایران، من به دوستان میگم ببرنت خونه، خونه خودشون قشنگ ازت نگهداری کن، اصلا شما بخوای بری من فوری اسمتو میدم سپاه میاد میبرت تو باقیرم بود کجا بود رفته بودن گرفته بودن اون سر نه تپه تلویزیون اون خونه های پولدارا رو اینا گرفته بودن قشنگ میبرن اونجا ازت پذیرایی میکنن، به قول دوستان میگفتن چپقت هم چاق میکنن. یه کسی به نام دیانا همین خانم دیانا ایران دوست بود که اومده بود، دیانا اینجا باید بزنم اجازه بدید ببخشید ای مرده شروع این فیسبوک جدید رو ببره، دیانا ایران دوست فرند، من ببینم حالا تو مسیجشون خانم بسیار زیبای عکسشون اینجا هست ولی همش میبینم لباسهای مشکی میپوشن. خب نمیدونم شما یه چیزی برای من فرستاده بودی، یه جوونی نشسته بود وافور میکشید دو تا جوون دیگه براش آهنگ میخوندن، ولی الان که اومدم خانم دیانا ایران دوست اونو نمیبینم. این فیسبوک اشکال پیدا کرده از موقعی که فیسبوک جدید شده، خیلی چیزاشو از دست داده، همین جوری شما میتونی بری اینور اونور به اصطلاح چیز کنی. آقا امروز دوم آبانه بفرستید آقای فردوسی، بله آقای فردوسی اون موقع هنوز یوتیوب و اینا نیومده بود، میمد تو تلویزیون کانال دو. بله آقای سعید خان عزیز میگه شما و دیگر رسانه‌های آمریکا خصوصی، شما میتونی از صبح تا شب جوک بگی یا آواز بخونی یا خبر ساختگی پخش کنی، مادامی که ادعای ژورنالیستی نیست و خودتون رو خبرگزاری رسمی اعلام نمی‌کنید. آی خدا پدرتو بیامرزه، این کهه ما فک ما، شما میگین کهه فک ما خسته شد از بس اینو گفتیم. آقا اینجا آزادیه، شما میتونی بری الان یه پسری هست به نام هومن یه فیلمی درست میکنه میره راننده اوبر، البته بیشتر فیلماش من فکر کنم ساختگیه و به عنوان راننده اوبر میره دخترهای خوشگل سوار میکنه با ماشین لامبورگینی مکلین، ماشین مکلین اون یکی دیگه فراری و اینها، برو ببین 4 میلیون خورده نفر میبیننش.
خب آقا ما اومدیم اینجا، ما خودمون رو کشتیم، 15,000 خورده روی فیسبوک، این فیسبوک هم تا یه ویدیوی مال کلیمی ها رو گذاشتیم، ما رو 4 هفته به اصطلاح تایم آوت داد. آقا 22 ساله 15,000 خورده نفر فالوور، ولی الحمدلله دیدیم چند ماه گذشته یه دفعه 617,000 نفر اومده بودن ویزیت کرده بودن، حالا چجوری نمیدونیم. ولی اون چی که من فهمیدم، آقا من نمیتونم یک دونه همراه و همگام پیدا کنم، نمیتونم. شاید هم دلیل موفقیتم اینه که چون تنها هستم خودم تصمیم میگیرم خودم میام. اگه دوتا بودیم فردا اون میمد میگفت سوربی بالای چشش ابروه، انداختمش بیرون، من شدم رئیس. شما نگاه کن آقای زرابی با یک کسی قربونه فلان میاد، 2 هفته دیگه از کانال 1 شد کانال 2، حالا نمیدونم این میاد اصلا تشبیه میکنه دوستان خودشو که تا چند هفته دیگه قبل چند هفته قبل باشون برنامه داشته، حالا مقایسه میکنه با مزدورا. اینا مزدورن. چرا؟ یه چیزی گفته مخالف این بوده. و جنبشای دیگر رو دیدیم، ققنوس رو دیدیم، نمیدونم فکستنی رو دیدیم، اونو دیدیم، اونو دیدیم. حالا دوست ما میگه شاید من بد خوندم. کاک سوربی، هر کی میخواد داروی قانونی بفرسته برای نیاز مردمی و نه انحصارات آخوندی میتواند با من تماس بگیرد. دوستان با آقای نیساری تماس بگیرید. ولی کاکو جون، وقتی آقای فرخزاد میره پول جمع میکنه برای عراقیای اسیر، گندش بالا میاد نرفته پول رو بده، وقتی آقای شجریان میره پول جمع میکنه باغ هنر، ملت خونه های کهنه و کوچیک ریخته رو سرشون، هنرمند ما به جایی که بره چادر و پتو ببره اونجا میخواد براشون باغ هنر درست کنه و پولا از یه جای دیگه سر در میاره. اتفاقا یه دوستمون ماندانا خانم یکم شکایت کرده بود از من که آقای شجریان هنرش این، گفتم ما که کاری به هنرش نداریم، ولی زندگی شما خودت نگاه کن. اگه من برم، گویا زن ایشون از زن پسرش جوانتره، نمیدونم، میدونید درست نیست. بعد هنرمندی که باید رول مدل، چی میگن، مدل باشه برای مردم، مردم بگن نگاه کن. اون جوکی بود میگفت طرف وایساد جلو آقای عماد رام تو خیابون، گفت آقای عماد رام بیا بریم خونه نهار مهمون من. گفت نه جان تو ببریم خونه نهار مهمون من. اینا اصرار و اینا رو بردش اونجا نهار داد و اینا. گفت آقا اگه میشه این لباس تو در بیار. عماد رام هم گویا خیلی چیز بوده و آدم خوبی بوده و اینا، گفته خانم شما منو دعوت کردی نهار، من نهار خودم، لباسمو چرا در بیار؟ گفته نه اصلا ناراحت نباش، من چیزی ندارم، منظوری ندارم، حالا لباس تو در بیار. لباسش که در آورده با شورت وایساده، خانم صدا زده به پسرش بیا اینجا مسعود ببین بهت میگم خوراک بخور، اگه خوراک نخوری هیکلت میشه مثل این. اینم این ماجرا. خب بفرست آقا فلایرتو بفرست برای 7 آبان، ببینیم حالا 7 آبان چی میشه، 8 آبان چه خبر میشه. یادتونه این سد سیوند؟ به این خانم شکوه میرزادگی گفتم خانم نکن، من با کسایی که میرن از اونجا رد میشن هر روز دشت مرغاب و اینا تماس گرفتم، این سد سیوند و مرو دشت و اینا از زمان شاه هم سیل می اومد، اون پلخان همیشه اونجا هوا برد می اومد با ماشین های بزرگ می رو. اینایی که برای سیل یادتونه داد و فقان، چرا ارتش برای سیل شیراز ماشین آورده؟ آقا این کاری بوده که هوا برد شیراز نیروی زرهی و اینا همیشه انجام می دادن، برای که این ماشین هاشون چند تا دیفرنسیال داره، بعد بالا نشسته تا 2 فوت تو آب میره، عین خیالش نیست اصلا آب نه به موتورش می خوره نه چیزی، بعد به خیلی هاش دیزل اصلا خاموش نمیشه، دستت که برقی تا میره تو آب همه. شبنامه های چاپ دولت انگلیس را میگوید. آقا اینجوری گول خودتون نزنید آقای نیساری. شبنامه چاپ دولت انگلیس میمد تو ایران، اون بچه ور میداشت 5 بار مینوشت، 5 بار مینوشت، پول که نمیتونست بری بده فوتوکپی، میگرفتنش میداد به پسرموش، اونم 5 تا مینویسه، 5 تا 5 تا 5 تا 5 تا، شما مهندسی زرب کو ببین چی میشه. حالا شما شبنامه چاپ انگلیس نفرست، شبنامه معمولی آقا فوتوکپی 3 سنته، 3 سنت بفرستید پخش کنید بره دیگه. میدونید شما سر یه چیزای جزئی میخوان با من دعوا کنید، بعد به من میگید ملا لغتی، وقتی من همونو به خودتون میگم. خب دوستان، خمینی با شبنامه های انگلیس موفق شد، خب پس شما باید یه کاری بکنید دیگه.
بدون انگلیس موفق نمیشه، بدون نیروهای خارجی موفق نمیشه. پس شما میخواین یه کاری کنید که هیچ وقت انجام نشده، مبارکتون باشه. خب پادشاه وافور کشیدن نتونستم پیدا کنم. تهران اتهام دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرد. من داشتم رانندگی میکردم درست متوجه نشدم، گفت یه ایمیلی فرستادن به طرفدارای بایدن یا ترامپ، گفتن اگه به ترامپ رای بدین رای یه چیزی اینجوری بود، متوجه نشدم این کسی میدونه ماجرای این ایمیل چیه، چجوری این ایمیل از یه شرکت بسته شده در عربستان میاد ولی آمریکا میگه مال ایرانه. از اینکه ایرانیا در چند سال گذشته چندین بار هک کردن اسرائیل و آمریکا هیچ حرفی نیست، و از اینکه چندین بار هک شدن صداشون در نیامده، خیلی هم غرامت دادن، اونم حرفی نیست. ولی از اینکه نه آمریکا درست میگه، راست میگه، نه چین راست میگه، نه روسیه راست میگه، نه ایران راست میگه، هیچ شکی ندارم. بیچاره من و شما، بیچاره من و آقای مبصری و آقای نیساری و آقای بهرامی که داریم تو سر هم میزنیم سر یه عده دروغگو. یکی میگه اقلا خب این دروغ کمتر میگه، اون یکی یه نفر نوشته بود آقا شما میگی بایدن بهتره، گفتم نه عزیز من، بین بد و بدتر من به بد رأی میدم چون ترامپ بدترینه. گفت آقا این وسط بدترین نبود، گفتم خب اگه شما فارسیت خوب باشه میفهمی که چون نبود من اینجوری گفتم، اگه اون بدترینه این بایدن بدتره من به بدتر رأی میدم، ولی اگه شما فکر کنید ترامپ بدتره من به بد رأی میدم. اینا هر دوشون یکی هست. دیشب من بهش گفتم آقا تو 47 سال اینجا هستی چه کار کردی؟ 8 سال نخست وزیر بودی چه کار کردی؟ خب من که رئیس جمهور نبودم. حالا هم اوباما رو هم بیاری بگه آقا شما 8 سال رئیس جمهور بودی چه غلط کردی؟ میگه خب من که سفید نبودم، من سیاه بودم، نمیتونستم همه کارها رو انجام بدم. خلاصه اوضاع خیلی خبره، خیلی بده. کاکو امروز خبر جالبی رو شنیدم، میگه شما دومین ایرانی بودید که در خارج تلویزیون راه انداختید. من اولین ایرانی هستم که تلویزیون اینترنتی راه انداختم، اولین ایرانی که تلویزیون اینترنتی راه انداختم. دلیلش هم آقای بیل گیت بود، داشت مصاحبه میکرد با خانم باربارا والتر و گفت این خونه جدیدی که رفتم ما تا چند سال دیگه تلویزیون رو به این صورتی که الان میبینیم دیگه نمیبینیم. اون موقع من گفتم اه خب راست میگه دیگه، کی میاد این قطیای گنده و فلان و اینها. رفتم اولینش هم ما این 900 دلار فقط پول استریمینگ میدادم، این چیزی که امروز شما میبینید استریمینگ مجانی، برید نگاه کنید. نوشتم لینک های من را میتونید از پارسا سوربی ببینید، مردم تیوی ببینید، نمیدونم تویچ ببینید، این ببینید، اون گروه ببینید. این وقتا یه دونه بهت میدادن 900 دلار. آقای محسنی بود، این آقای امید امیدواری بود، اینا رفته بودن چاکی میخریدن خورده فروشی میکردن، اوکی 900 دلار میدادیم. حالا خرج اینترنت هم که اونم پهنای بند بود، ولی شما برید نگاه کنید مردم تیوی سال دسامبر 2003 شروع شده، اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی در آمریکا. حالا جایزش چیه؟ ببخشید اینو میگم، اون وقتا میگو آقا شما شدی اول، اون دست خر جایزه تو. چه جایزه به من دادن که به اونی که دیروز آمده؟ اونی که دیروز آمده چون جوونه بلده، دیدم بیچاره این آقای کامران عطابکی نه که بلد نیست، رفته با یه دوربینی که 30 دقیقه بیشتر ضبط نمیکنه شروع کرده، حالا یاد گرفته بیاد با کامپیوتر. بعد فکر میکنه این امید دانا چه دستگاهایی داره. آقا این امید دانا برنامه زنده نمیذاره، برنامه‌شو ضبط میکنه، بعد میشینه وقت داره ادیت میکنه، بلد جوونه. اینی که بهتر والا شما میگی من خبر دارم که اون پشت چه خبر. حالا اون پشت آقا 300 نفر دارن کمک میکنن به امید دانا. خب که چی؟ بعد بهتون بارها گفتم همین امروز امتحان کنید، یه ویدیو بردارید وقتی که میخواین باد رها کنین، یه کبریت بزنین فلانجاتون، فیلم بگیرید، میبینید میلیون ها نفر نگاه میکنه. ولی 2 ساعت بشین یه کتابی رو بخون برای مردم، 2 ساعت بشین یه حرف درست بزن، هی یکی یکی میرن. اول برنامه که میان 15 نفرن، حالا تو 15,000 نفر دعوت کردی یا 15 نفر میان، بعد یکی 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 مثل برگ درخت در پاییز میریزن و میرن. تهران اتهام دخالت در انتخابات آمریکا رو رد کرد. توی این برنامه که بهتون گفتم ایرانیان داکیومنتری که به نظر من خیلی فیلم قشنگی درست کردن، یک کم اشکال داره، سر صدا زیاد میاد اینا، تولید خوب هرچی شما میگن اینجا میگن اگه میخوای همه چیز پرفکت باشه هیچ وقت هیچ کاری رو شروع نمیکنی. یه چیز دیگه هست که میگن به دنبال پرفکت بودن باعث میشه کار خوبت رو هم حتی شروع نکنی. و
داشت راجع به مواد مخدر میگفت، حالا شیشه و نمیدونم کریستال و این چیزهایی که ما تا... یه چیزی گفت، گفت مواد مخدر گل و نحوه استفاده. بعد من رفتم نگاه کردم، گویا تو ایران این گلای ماریجوانا رو اونجا بهش میگن گل دیگه، خودشون راحت میگن. بله آقای زمانیان میگه سوسن آقاسی مردمی بودن نه شجریان که یک کنسرت برای یک بچه محروم نذاش. سوسن رو من اینجا یه بار دیدم، سوسن همین تو آمریکا هم میگفتن خیلی کمک میکنه به افرادی که ندارن. سوسن تا آخر عمرشم گویا اجاره نشین بود توی آپارتمانی که میگه این بالایا رو سر من خیلی راه میرن، نگاه کنین سقف نشون میداد، تخت 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 با دسته جارو زده بود. بله ولی شما نمیتونی به آقای شجریان بگی شما هم باید خوب باشی مثل آقاسی. آقا خوب بودن، خدمت کردن یه چیز درونی ذاتیه، میتونید شما با خوب بودن دیگران تشویق کنید مثل شما باشن، ولی شما نمیگی آقا وظیفته بیا خیابون ما رو هم جارو کن. شما آقا رسانه داری، رسانه داری باید برنامه من پخش کنی. آقا نمیکنم، برو شکایت کن. بعد بهت میگن پول دادی، میگی نه. میگن خب استخدامش کردی، میگی نه. طرف یه نگاه میکنه میگه دیوونه هستی، میگی نه، میندازت تو دیوونه خونه چون میدونه که دیوونه هستی. اوکی، صدام حسین فیلمساز شد، باورتون میشه؟ البته من فیلمشو نگاه کردم، دیدم با صدر احمد به این صدام حسین نادان اقلا مثل شاه نیومد 2500 ساله جشن بگیره، 7500 سال از تاریخ ایران رو از بین ببره، بعدم یه مش آدم چی میگن گشنه رو بیاره اونجا که یه دونه توریست هم اینا نیوردن. اقلا صدام حسین 30-40 میلیون دلار پول داد به یه فیلمسازی که برو یه فیلمی بساز شکوه و عظمت و مبارزه ما عراقی ها رو در مقابل انگلستان. و فکر کنید فیلمسازه کی بود؟ انگلیسی، یه انگلیسی. فکر کنید هنرپیشش کی بود؟ آلیور رید، یادتون میاد؟ یه مرد قد بلند چشم آبی بود، ما فیلمی شد میدیدیم تو ایران به نام سربلند. بعد مثل که خیلی مشروب اینا میخورد، سن خیلی هم چی نبود، مرد. آلیور رید یکی از گرونترین هنرپیشای انگلستان رو استخدام کرد، یه فیلمی درست کردن به نام Big Question، یا نه نوشتمش اینجا Great Question، سوال بزرگ. بعد اسم فیلمه در جریانات عوض شد به نام Clash of Loyalties. بعد نسخهش رو بعد از 30 سال حالا گذاشتن روی یوتیوب، میتونید مجانی برید نگاه کنید. من نگاه کردم دیدم چیزی نداره، چون داستان تاریخیه که صدام حسین دخالت کرده به نفع خودش عوضش کنه. ولی این هنرپیشا و اینا که رفتن اونجا میگن ما رفتیم اونجا قبل از جنگ ایران عراق بود، میگه قرار بود که ما یه سری اسلحه و تانک و اینها قطار و اینا از انگلستان بیاریم توی عراق برای فیلم ساختن، مثلا اون مسلسلایی که اینجوری تق 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 میزنن و قطار و اینا. بعد گفت انگلستان گفته که ایران و عراق جنگ و ما دخالت نمی کنیم و اینا وسایل جنگی. گفتیم آقا اینا اصلا تیرم شلیک نمی کنه، ترقه است. اینا هم گفت نه. یه مدت هم به اصطلاح ادامه ندادن. بعد صدام حسین گفته نه شما بیاین، کاری به شما نداره. بعد میگه البته یه روز که داشتیم فیلم برداری میکردیم قرار بود مثلا قطار برسه به اونجا جلوش منفجر بشه فلان، و ما دیدیم نرسید اونجا منفجر شد و گفتیم چطور شد، طرف بعد زده. معلوم شده ایرانی ها حمله کرده بودن به گروه فیلمسازی، فکر کردن این ارتش اصلی عراقه. چه خر تو خری، وقتی میگم خر تو خر، اون میگه من مسلمان واقعیم برای خدا میجنگم، صدام هم میگه من مسلمان واقعیم برای خدا میجنگم. بیچاره مردم این دو تا مملکت که هنوز خرمشهر نه خرم شد نه شهر شد، و هنوز اونایی که جانباز هستن و اینها و شهدا هم که اون دیگه حرفش خیلی معلوم. سلام خدمت جناب سوربی. آقای عطابکی دیگر توانمندی سابقشون رو در مجریگری ندارن، در فیلم‌های قدیمی خیلی مسلط و روان بودن. به چی؟ به فوش دادن روان بودن؟ به چی بودن؟ اینکه بیای تلفن رو واز کنی یکی زنگ بزنه قربون صدقت بره، شما به اون قربون صدقه بری، نفر بعدی فوش بده، شما به اون فوش بدید. خب حالا سنی از گذشته دیگه فوش نمیده. دوستان میگن آقا اون قدیما خوب بودی، به خود منم میگن، میگن آقا اون قدیما خوب بودی الان چیه با فوش بدی؟ میگم آقا این هم فوش دادیم به کجا رسیدیم؟ صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. صدام به هالیوود میره. سعید جان اگه هنوز هستی این لینک فیلم اینو بذار. میگه که شجریان مرد نامردی این است
که به مرده چوب بزنید و از حسادت و ترسویی است. شجریان مرد. نه آقا این حرفا چیه؟ هیتلر هم مرد. آقای مانی، مانی نوشته اینو، به خدا از شما بعیده. هیتلر هم مرد، خمینی هم مرد، شاه هم مرد. خود شما در شبان روز از مرده ها صحبت نمی کنید؟ وقتی مثلا دور هم جمع شدید نمیگید یاد پدرم بخیر؟ فوری هادی میگه بابات مرد، دیگه حرفش نزن. این چه مزخرفاتی که ما اینا رو یاد میگیریم برای گفتن به دیگران. آقا شجریان اگر مرد، مردنش نقطه عطفیه که توی مجله ها و روزنامه ها عنوان بشه. خب بنده ایشون اینجا دیدم، عکسم باهاش دارم، اتفاقا میخواستم عکسشو بذارم، مشکل پیدا کردن عکس بود، سه تا کامپیوتر عوض شده نیستش. مرد نگیم، زنده هم که اصلا نگیم. بعدم از ترسویه، یعنی من از شجریان میترسیدم، حالا که مرد دیگه نمیترسم؟ آخه این چه حرفیه آقای مانی مینویسی، بعید از شما. من از شجریان تو آمریکا تو واشنگتن میترسیدم؟ بذارید مردم حرفشونو بزنن. شما عقل سلیم داری، تحقیق میکنی، میبینی بله درست میگه. پولا رو برداشته، پول بم رو برداشته رفته کانادا، پول رو برداشته رفته زن گرفته نمیدونم فرانسه، زنه یک کلمه فارسی بلد نبوده، حالا شده آوازخوان ما. اینا رو شما میخواید چیز کنی؟ از ویدیوهای خودشون بیا برو نگاه کن، یکم کم نگاه میکنی، ولی هر کی رفت نگاه کرد میخواد ایراد بگیره به اون نق میزنید. خیلی ممنون که اینجا هستید. دوستان عزیز لطف کرد سعید مثل همیشه این فیلم رو گذاشت، برید نگاه کنید، آلیور رید، فیلم سربلند، فکر کنم واکینگ تال، من یادم جوان بودیم رفتیم شیراز این فیلم دیدیم. انتقاد از زنده درست است. به شما نگفتم ترسویی، به کی گفتی ترسویی؟ انتقاد از زنده درسته. من اجازه دارم از داداش شما انتقاد کنم؟ نه، دلخور میشه. شما دلخور میشی. پس نه از زنده میتونیم انتقاد کنیم، نه شما ها اجازه میدید از مرده انتقاد کنیم. درست میگم؟ از زنده که رومون نمیشه سلام علیک باشون داریم، از مردم که شما میگی همچی که مرد، حاجی مرد قصه خلاص، دیگه هیچی نگین. آخه مگه میشه؟ شما همین منطق من، خب خمینی هم مرده، شاه هم مرده، هیتلر هم مرده، موسولینی هم مرده، دو روز دیگه ترامپ هم ممکنه بمیره، هیچی نگیم؟ بدیهاشو نگیم؟ پیام آقای خسرو بهرامی، ببین آقای بهرامی اینجا نوشته بودم فکر نکنیم، ببینی پیام آقای خسرو بهرامی و پخش نمی کنم، چون متوجه شدم اگه من 2 دقیقه پیام شما رو پخش کنم 3 دقیقه میذاری، اگه 2 دقیقه و 3 دقیقه رو پخش کنم دوباره 3 دقیقه میذاری. اینجوری نمیشه عزیزم. من به شما پیشنهاد کردم میتونید پیام بذارید، یا میتونید وقت بگیرید بیان برنامه بذارید، یا میتونید من یادتون بدم با کامپیوتر ضبط کنید با تلفنتون. آقا تلفن اینجوری بگیر دستت، الان ببین میزنی چجوری ضبط میکنیم، اینجوری بیا، من اینجوری الان ضبط میکنم، بیا از این برنامه چیز از این وریش میکنم که خود منو ببینی. بله بفهم، اینجوری ضبط میکنم بهت نشون میدم، بیا نگاه کن ویدیو. بینندگان عزیز سلام میکنم به شما، این یک ویدیوی آزمایشی برای دوست خوبمون آقای خسرو بهرامی، خیلی برنامه خوبی بود، تموم شد. روز جمعه خوبی داشته باشید، به امید دیدارتون هفته آینده. من فقط زنگ نمیزنم هر وقت بیکار باشم، من میام سر یه ساعت معینی میشینم ویدیو تهیه میکنم برای شما میفرستم. بفهم اینو میفرستی برای من یا علی مدد؟ دیگه از این ساده تر شما میخوای؟ این یک ویدیوی آزمایشی برای دوست خوبمون آقای خسرو بهرامی، خیلی برنامه خوبی بود، تموم شد. روز جمعه خوبی داشته باشید، به امید دیدارتون هفته آینده. من فقط زنگ نمیزنم هر وقت بیکار باشم، من میام سر یه ساعت معینی میشینم ویدیو تهیه میکنم برای شما میفرستم. روز روزگارتون دوستان خوش. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید برنامه دیگران رو از تلویزیون مردم پخش کنید. و اما ویدیو روی صفحه خودم، آها این ویدیو رو که بهتون گفتم این یک آمار یا یک نمودار نیست و این یک ویدیویی هست که نشون میده چجوری. اتفاقا یکی از این دوستان من نوشته بود که تولیدات یا اکسپورت صادرات آمریکا الان در بالای جدول نیست، براش نوشتم که شما وای نستادی این فیلم تا آخرش به اصطلاح بره. دوستان عزیز حسن ختام برنامه امروزمون این همین The World Largest Exporters، یعنی بزرگترین صادر کنندگان. حالا ببینید این آقای مانی احیانا با آقای
شجریان دوست بوده، رفت آمدی داشتن، خاطره خوبی از ایشون داره، حاضر نیست که یک حرفی رو حتی اگه درست باشه قبول کنه. اگر درست نیست شما بیا درستش رو بگو. بله باید انتقاد کنید چون هستن میتوانن از خودشان دفاع کنن. آقا نمیشه، این حرفا چیه؟ نمیشه. بفرمایید دوستان نگاه کنید و من یه لحظه برگردم اینجا شماره تلفن منم ببینید. 5 بله ببینید 202-695-2573 هم میتونید تکست بفرستید، هم میتونید 3 دقیقه پیام بذارید. اگر کافی نبود 3 دقیقه دوباره، ولی اگه بنویسید تو 3 دقیقه شما میتونید 3 تا کتاب رستم و سهراب بخونید، خوبی هایش را هم بگویید. نه اتفاقا نه، قرار نیست من خوبی هاشو بگم، من بدی هاشو میگم، شما بیا خوبی هاشو بگو. اینه که من بارها تو برنامه مثال زدم، آقا شما از اینجا سوار هواپیما میشی میری، همه سرویسشون خوبه، اونجا چمدونت گم میشه. شما وقتی رسیدی اگه به داداشت بگی که داداش جون نمیدونی چه اورنج جوسی به من دادن، داداشت میگه خب کیفتو ورد بیا، میگه کیفمو گم کردن، میگه دیوونه شدی مانی؟ خب اول میگفتی کیفت گم شده بریم اینجا بگیم. آقا نکنید این کارو، کاری رو که خودتون نمیتونید انجام بدید به دیگران نگید این کار رو باید انجام بدید، نمیشه، امکان پذیر نیست. دستان ممنونم که با ما هستی، به امید دیدارتون. و همین آقای مانی قرار شد یه برنامه هفتگی درست کنه بفرسه، نمیفرسن. طرف یکی از دوستان به من میگه آقا ما بیا مهمونت بشیم پول باید بدیم یا پول بهمون میدید؟ گفتم ببین مهمون مثل نفسه، ما لازم داریم مهمون داشته باشیم، مثل اکسیژنه. ولی شما الان امتحان کنید، الان نه وقتی من رفتم، نفس که کشیدید چون اکسیژن نگهش دارید، ندینش بیرون تا هفته آینده، ببینم میبینمتون هفته آینده. پس حتی نفسم شما باید بدیش بیرون، چون وقتی میمونه میشه گاز کربونیک. ماهی هم وقتی میمونه بو میده، باید بذارش بیرون. و مهمونی اینجوریه، بله سربی مانی رو دعوت میکنه، میگه آقا بیا خونه ما، این شمشیری هم نزدیک، چلو کباب و چای و اینا. دفعه دیگه که گفتم بیا خونه ما، مانی میگه که سوربی نریش نهار شام بخری، یا من وسیله خریدم کتلت میخوام درست کنم. اینجوری میشه، ولی هر دفعه بیای بخوری میشه تلویزیون مردم. شما میدونی من چرا تلویزیون مردم اون استودیوی بزرگ 1500 اسکوئر فیت رو بستم؟ برای که طرف میمد میگه سوربی جان کافی کجاست؟ میگفتم اونجا. میرفتم من میگفت دیکف نداری؟ گفتم آقا اینجا که استارباک نیست که، همین کافی هم که اینجا هست هفته دیگه تموم شد من نمیخرم، که ببینم تو معرفت شعور داری بخری بذاری اونجا. اینقدر کار خودمون خرابه، اون وقت میخوایم شاه درست باشه، میخوایم شیخ درست باشه، میخوایم ترامپ درست باشه، میخوایم بایدن درست باشه. از این که بهتون نقنق کردم ببخشید، ولی شما هم خودتون جونتون میخاره و نقنق رو دوست دارین. روز روزگار بر شما خوش. ببینید این رو دوستان، میبینید که یکی یکی جاها تغییر میکنه. هنوز فکر کنم تا سال 1975 خبری از چین توی این چندتایی که اینجا هست نیست. ایران حتی اون بالا هست که رفتش، اسپانیا جاش اومد. بعد ببینید چین که میاد با چه سرعتی. ممنونم آقای مانی خورسندی میگه از این که شجریان با یک خیلی جوان ازدواج کرده بود هم ناراحت شدم، البته هم حسودیم شد. من نمیدونم، نه خیلی هستن با زنهای جوان ازدواج میکنن، به اینا میگن شوگر دادی، اون زنه محض پولش میاد. و الا شما فکر کنید مثلا زن ترامپ به خاطر شکم گنده این اومده زنش شده، به خاطر موهای مصنوعیش اومده زنش شده، به خاطر صورتش که اگه یه سطل آب بریزی یه قطرش پایین نمیاد زنش شده، خب به خاطر پول زنش شده. در صورت چین هنوز نیومده دوستان، میبینید آلمان. اون وقت اونایی که میگن آقا دیگه تولیدات صادرات آمریکا، یادتون باشه صادرات آمریکا الان ریسورس هایی که داره، بله ممکنه گندم و برنج و جو و نمیدونم مس و اینا نباشه، اسلحه و وسایل جنگی. به خاطر همین اینا همیشه باید بازار جنگ رو گرم نگه دارن. آقای
سعید میگه حسود یا غیر حسود نیست. شجریان هم مثال مثل من و شما، اگر بعد از 30 سال طلاق گرفتم که دوباره نمیرم با یه زن همسن خودم ازدواج کنم. البته این تجربه من بوده. برو سعید، اینو من پاک میکنم که خانم دیگه وقت نبینه و الا چوبت بخیسه. دوستان چینو میبینید؟ چین این پایینه ها الان آمد بالاتر، زیر ایتالیا آمد بالاتر، زیر فرانسه، این مسابقه فوتبال نگاه کنید چجوری داره درو میکنه یا دریپ میکنه. این دریپ همون یعنی جا خالی دادن و لاپایی زدن اینا. ببین اومد پایین زیر جرمنی، اون دوستانی که زرتی برداشتن نوشتن آقا این ایران فلان، میگم اصلا بحث ایران نیست، بحث چین و آمریکاست. شما صبر ندادی. ما همه میخوایم، وقتی هم میخوایم، دیروز میخواستیم، امروز یادمون اومده. چین شد سوم دوستان، سال 2009 است هنوز. چین شد دوم سال 2010 2011. گفت چینی ها اشتباه کردن، دیوار ساختن، یادشون رفت که باید نگهبان می ساختن. اون ماجرای دیوار چینو می دونید؟ یادشون رفت باید آدم تربیت می کردن. الان چین نگاه کنید، رتبه اول سال 2015، الان هم که میدونید. دوستان از این که با ما بودید ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید و در آخر، تلویزیون مردم به حمایت شما نیازمند است. پری روز یکی از دوستانی که چند ماه پیش یه پولی از کانادا فرستاده بود و ما اینجا گفتیم آقا این آمریکا کشور عقب افتاده ای، ما این سیستمای شما رو ایمانی و فلان اینا نداریم، پس فرستادیم، لطف کرد و گفت سوربی بالاخره رفتم گویا والمارت و اونجا، یا رفتن وسترن یونیون و $100 آمریکایی فرستادن. از ایشون ممنون و متشکرم، تشکر میکنم. یه شرکتی هم هست به نام ریا، نه ریا و تزویرا، RIA. اینم مثل که خوبه و خیلی راحت تر از وسترن یونیون و اون یکی دیگه چیه، مانیگرامه. اگه میخواین حمایت کنید لطفا این کار رو انجام بدید. فیلمایی هم که امروز بهتون گفتم، فیلم خجالت نکش و حوزه نقاشی بود، اون فیلم پلیسی هم که گفتم پرونده ها رو زیر ذره بین میذاره، ایران داکیومنتری. ولی وقتی میرید تو کانال ایران داکیومنتری یوتیوب، فیلم های دیگه هم هست، بگردید دنبال اونی که به اصطلاح چیز هست، مال پلیس و اینها هست. خیلی ممنون و بذارید من خودم رو غیب کنم و شما بمونید در اینجا. نه غیب هم نمی کنیم، بیا میاریمش اینجا. به امید اینکه آخر هفته خوبی داشته باشید و روزهای بهتری در انتظارتون باشه. روز روزگار، بر شما خوش.